بینندگان عزیز، با سلام به شما. امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، اوقاتی بهتر در انتظارتون باشید. امروز جمعه هست، 28 دی ماه 1397 برابر است با 18 ژانویه 2019. و هی بگید آخوندا بدن. ببین، دو تا سال نو داری، دو تا نمیدونم جشن تولد روز مادر داری، همش دوتا دوتا دوتا. خلاصه اون وقتا میگفتن خدا گلبرچینه. بگید این آخونده خوبن، گلن، تا بلکه خدا حسودیش بشه و نسلشون رو ورداره. ولی براستی اگه نسل اینا رو وردارن، فردا همین آقای اکبری، همین آقای افراخته، همین سوربی بشه یه کارهی چه کار میکنه؟ اول دوستاشو فامیلاشو میاره سر کار، بعدم ماها که دیگه نمیتونیم کنترل کنیم که. در هر صورت روزگار غریبی است نازنین. اجازه بدید از اون دوست همشهریمون که همین نیوجرسی زندگی میکنه تشکر کنم. دیروز یه نفر زنگ زد گفت آقا این دوستتون اگه اسمشو میگفت من با اسم تشکر میکردم، ولی اب نداره، بدون اسمم ازشون تشکر کنید، چون اون چیزی رو که به شما گفت و شما گفتی که بله توی کنترل پنل میرم تو پروگرام تاریخ ها رو نگاه میکنم، میبینم که مثلا من در 10 روز گذشته برنامه ای اضاف نکردم، ولی یه برنامه ای تاریخش نشون میده که مال 7 روز 5 روز 6 روز قبله و از همون روز هم من دچار مصیبت و این مشکل عظما، یعنی بزرگ شدم با کامپیوتر، اونو برداشتم، بعدم گفت کامپیوترتو خاموش روشن کن و مشکلم رفت شد. ما همینجور هی گوش میدادیم که این دوستمون بگه حالا من برای شما هم 50 دلار میفرستادم. دیدیم نه، خبری نیست. این سعید دوست ما بنده خدا چند سال پیش گفت آی سوربی، چون تعداد ایرانیای تو کالیفرنیا زیاد هستن و من کارهای کامپیوتری میکنم و معمولا اینجا و اونجا میرم، از این مدرسه به اون مدرسه و اینها، حاضرم اگر اینها اشکالی دارن من برم اشکال کامپیوترشون رو برطرف کنم و اینها به جایی که به من پول بدن اون پول رو برای شما بفرستیم. آقا اولین مشتریش هم یه آدمی، یه کامپیوتر قرازه بچه‌ها بهش داده بودن، رفته بود و وقت گذاشته بود و اینا، بعد درست شده و گفته خب خیلی ممنون، حالا برای سوربی و برای تلویزیون مردم میفرستم. هیچ خبری نشد. اینو داشته باشید. این دکتر جوزف هاسپیون بنده خدا حالش هم خیلی خوب بود و اینا. من حالا میفهمم چرا بعضی از این دوستان میگن مرگ نابهنگام. این چند مدت پیش با ما تماس گرفت، گفت که شنیدم تو برنامه‌هات برنامه من رو مسخره کردی. گفتم که مسخره نکردم، نظرمو گفتم و شما خیلی غلط توی صحبت‌های فارسی داری اینا. من گفتم، گفت اتفاقا من نگاه کردم خیلی هم خوشم اومد، بیشتر خوشم اومد چون تو شیرازی هستی، من شیراز زندگی کردم، شیراز درس خوندم و اینها، و این فیلمای مال من توی تلویزیون پارس و فیلمایی که بعد خودم تو حیات خونم سان دیگو نمیدونم کجا پر کردم، اینا رو شما نشون بده و من برای شما میفرستم یه حمایتی. گفتیم باش. ماها هیچ خبری نشد. یه روزی یه نفر دیگه تماس گرفت، گفت من فلانی هستم، آقای جوزف هاسیپیا، الان اسمشم درست بلد نیستم، الان نگاه میکنیم صفحهش رو بهتون نشون میدم، این به من گفته که برای شما یه مبلغی بفرستم و از شما عذرخواهی کنم چون یادش رفته بود و اینها. گفتیم آقا این آدرس بفرست، باز هم خبری نشد، تا اینکه امروز ما فهمیدیم که این بنده خدا اصلا نوامبر فوت شده. میگن نگید فوت کرده، فوت کرده غلطه، فوت کرده یعنی خودش خودکشی کرده، میشه فوت کرده به دست خودش به اختیار خودش، ولی فوت شده، حالا یا خدا هست یا طبیعت هست یا مرض هست یا بیماری. و گویا ایشون سرطان زبان داشته و با وجودی که خودش دکتر بوده شکایت کرده که دکترا، نه شکایت رسمی، که دکترا تشخیص ندادن که من سرطان زبان دارم و بنده خدا فوت شده. خب امیدواریم که روانش شاد و یادش گرامی، اگر بهشت و جهنمی هست ایشون در بهشت باشه. این عکسشه، این اسمشه، نمیدونم کسی وبسایتش یا فیسبوکش رو به اصطلاح کنترل میکنه یا نه. اسمش هست جوزف
ملیک حوسپیان 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 بعدم تاریخ فیونرال و اینا رو نوشته بود که چه روزی به خاک سپرده میشه. خلاصه دیگه هرچی بود تموم شد و رفت بنده خدا. و یادم افتاد که اتفاقا دکتر ابوالقاسم صمدانی هم وقتی فوت شد پسرش با من تماس گرفت و گفت که ایشون به من گفته بوده که با شما خیلی مخالف بوده ولی بعدن دیده بهترین کسی که میشه بهش تو تلویزیون ها اطمینان کرد. ببینید چه تلویزیون ها چقدر وضعشون خرابه که من بهترین کسم، آنسترین، آنست یعنی صادق، صادقترینم. و گفتیم خب خیلی ممنون. بعدم بهشون گفتیم حالا اگر پدر شما اون موقع چیزم بودیم 501c این شرکت های غیر انتفاعی هم بودیم، گفتیم اگر پدر شما به اصطلاح وصیتی چیزی کرده که کمکی کنید به سازمان های غیر انتفاعی و اینها، ما خوشحال میشیم که اونجا هم خبری نشد. خلاصه روزگار غریبی است نازنین. و اما اون تشکر از دوستمون، بیایم اینجا و ببینیم این حالا اجازه میده ما ساینین کنیم توی ایداد بیداد. آها میخوام براتون بگم کامپیوتری که پاک کردم تمام پسوردا و اینها رو از بین برده و حالا بعضی هاشم آدم یادش میره دیگه وقتی که میگذره. حالا ببینیم قبول میکنه این چی نوشتیم خدایا، چون هر از مدتی هی میگه عوض کنید عوض میکنیم، میگه نه اونایی که قبلا بوده. I would you like to save this؟ نه آقا من غلط دارم میزنم. از این ور جیمیل میگه اشتباه مینویسی، ساینینت نمی کنم، ثبت نامت نمی کنم، اجازه ورود بهت نمیدم. این احمق کامپیوتر اون بالا میگه که میخوای اینا رو یادداشت کنم، یادداشت کنی برای سر قبر پدرت. والا این روز جمعه خیلی عصبانی هم. خب forget password، حالا بریم ماجرا شروع میشه. کی بودی، کجا بودی و چرا بودی؟ ببینیم که شاید این یکی enter last password. اوکی می نویسیم. والا یکی از دوستای ما که تو کار کامپیوتره گفت من هیچ وقت پسورد استفاده نمی کنم. یه پروگرامای هست هر وقت میزنی یه پسورد طولانی از این قاطی پاتی ها، الف بزرگ، به کوچیک، یک، دو، خط فاصله، ضرب در، اینا خودش درست میکنه. میگه برو. بعد بذار این آقای صدیقی، آقای صدیقی بذار بعد از برنامه بهت زنگ بزنم. ببخشید الان برنامه زنده دارم، عذر میخوام ازت. بله این دوستمون فکر کردم خانم جیلانی هست، چون خانم جیلانی ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ما قرار با ما باشن، ولی این کاظم آقای گل یکی از دوستان قدیم اون روز هم لطف کرد زنگ زد، ما گفتیم بعد از برنامه. بعد از برنامه اصلا یادم رفت. و حالا این میگه که برات میفرستم تو تلفنت، گفتیم بفرست. open the gmail in app، اینم دیگه یه رقم دیگه شده. ببخشید که من یک کمی اینجا میگم حالا این ماجرای کامپیوتر تمیز کردن ما دیروز به کجاها رسید. به یه جایی رسید عکسای بهتون نشون میدم خیلی وحشتناکه. بله گفت که کامپیوتر تو تمیز کردی و فلان اینها، بعد رفت روی قسمتی گفت حالا ریستارت کن. گفتیم باشه. ریستارت که کردیم هی میگفت که دستش نزن، خاموشش نکن، ما داریم تمیزش میکنیم. دیدیم شد بابا نیم ساعت، شد یه ساعت. گفتیم خب بریم با اون کامپیوتر دیگه ببینیم همچین مرضی دیگران هم گرفتن و اگه گرفتن چی شده. وقتی رفتیم دیدیم که نوشته که 3 ساعت ولش کنید، اگه درست شد اگه درست میشه، اگه نشد pull the plug. وقتی یه نفر تصادف میکنه توی بیمارستانه یا رفته تو کما و به خانوادهش میگه که مثلا من بعد از 3 روز اگه به هوش نیومدم pull the plug، یعنی دستگاه ها رو قطع کنید، از برق بکشید بیرون، منم برم به اون دنیای جاودانه که اسمشه. و این pull the plug یعنی این. و گفتم ای بابا این عجب راهنمایی. خلاصه ما نشستیم و گفتیم نه بذار اون چیزی رو که باز دوستمون گفته روی سیف مود و اینها رفتیم روشن کردیم و بهش گفتیم از این یکی برام روشن کن. خلاصه شد. بذار ببینیم چی میگه. Is it you trying؟ بله. میگه خودت هستی که میخوای
کامپیوتر رو چیزشو پیدا کنی، میگم بله خودمم. خب ببینیم چی میگه حالا، چی شد نمیدونم. بذارید میخواد با ایمیل این یکی بیام، یه دونه دیگه کروم باز کنم. تو کروم ممکنه ساین این باشیم و احتیاج به عجب زندگی برای مردم واقعا درست کردن این بچه های جوون، و بیچاره خودشون هم گرفتارن حقیقتش وقتی فکر میکنی. بله اینجا جیمیل ببینیم اجازه میده بریم. بله الحمدلله به خیر گذشت. این یکی میذاره ما بریم جیمیل رو ببینیم و فیسبوک هم باز کنیم. اون یکی هرچی بود هم فیسبوک رو ساین آوت کرده بود، یا به قول خودشون لاگ آوت. این لاگ و ساین و یکیش میگه ساین این، یکیش میگه ساین آن، یکیش میگه لاگ این، یکیش میگه لاگ آن. ما که نفهمیدیم کجا به کجاست. شما فهمیدید؟ خب اینو خاموش کنیم، نخواستیم آقا. خب ریسندید، دوباره بفرست. بعد از برنامه میام سراغش. آقای شهرام ایران بومی هم یه چیزی فرستاده، متاسفانه آلمانیه. ما هم که آلمانیمون نم کشیده. این چرا میگفتن نم کشیده سوادش، اینجا میگن زنگ زده. بله میگه دقیقا این دردسر رو من دیروز چند ساعت با فیسبوک داشتم. حالا یه چیزی برای شما بگم، این فیسبوک برنامه لایوش، ما اون روز آمدیم برنامه لایو رو روی اون گزینه جدیدی که میگه به دوستات بگو واچ پارتی. واچ پارتی یعنی بیاین با هم بریم فیلم نگاه کنیم. حالا دیگه برنامه ایرانی پارتی نیست برای فیلم نگاه کردن، دعوا است، فوشه. خلاصه وقتی رفتم گفت خیلی ها این برشون مشکل میده. بعدیم چه باید کرد نمیدونم. بذاریم روی لایو ببینیم. یه چند تا نوشته پتیک رو من گذاشته بودم که بخونم، متاسفانه هر روز هی پشت گوش انداختیم، ولی امروز جمعه روز خوبیه. اون فرهاد میخوند جمعه روز بدی بود، ولی ما میگیم جمعه روز خوبیه. ببینیم که چه میشود. و اما پتیک خیلی به اصطلاح هم مطالعه میکنه، گفتم بهتون 80-90 تا کتاب فقط برای ما فرستاد که هنوز متاسفانه کتابا بعضیاش هست، و سعی میکنم توی این جشنهای ایرانی که قرار ماه مارچ و اینها بشه بریم اونجا یک چادری، یک خیمه‌ای برپا کنیم، یک میزی هم بزنیم، کتابا رو بذاریم، کتابا رو هم بذاریم به قیمت همت عالی. چند مدت پیش راجع به کتاب، ما هر چی میگیم این که نمک میریزیم رو زخم خودمون. چند مدت پیش یه دوستی زنگ زد گفت آقا من کتابای آقای انصاری رو میخوام. گفتم که آقای انصاری میگه باید از اونجا بخری و فلان اینا، و خودش الان اینجا نداره، ولی من دوتا دارم، اگه میخوای بیا ببر به عنوان امانت و اینها. آمد و یه چند تا کتاب دیگه هم ورداشت برد و لط کرد یه جعبه یک مثقال زعفرون، اینم لابد یه مهمونی براش اومده بود از ایران، به ما داد. ما گفتیم خب حالا پول میده، هیچ خبری نشد. اصلا نمیفهمم. ما ایرانی ها خب تعارف میکنیم، من نباید تعارف میکردم، باید میگفتم آقا این هر کتاب $10 $5 هرچ. بذارید من این خانم جیلانی رو براشون نوشتم که لطف کنید یک ساعت قبل از برنامه کامپیوتر و اینترنت خورد خاموش کنید، پس از یک دقیقه روشن کنید، هنگام برنامه فقط اسکایپ روشن باشه و تمام برنامه‌های دیگر خاموش باشن. و خبر بعد این که امروز ساعت 3 بعد از ظهر با آقای امیر حسین لادن نیستیم، به دلیل اینکه ایشون هم یک برنامه گردهمایی دارن هفته آینده روز 27 یک شنبه آینده، نه این یک شنبه، و هم اینکه یه پروژه رو در دست دارن و باید اون پروژه رو به اصطلاح روش کار میکردن، گفتن امروز نمیتونن بیان. گفتیم خب ما هم سوء استفاده میکنیم. اتفاقا این آقای کوروش سلیمانی دیروز زنگ زد گفت آقا ما میخوام از شما سوء استفاده کنیم. گفتیم سوء استفاده یا استفاده؟ گفت نه دیگه، من حقیقتشو میگم، میخوام ازتون یه چیزایی که اشکال داریم بپرسیم و یاد بگیریم، بعدم بریم سراغ کار خودمون. گفتم آهان درست میگی، این سوء استفاده است. خب ببینیم این چی میگه. پتیک میگه for the attention of our civil engineer، میگه برای
قابل توجه مهندسین ساختمان. What geology has to say about building a 1000-mile border wall. آها میگه که جیولوژی این به اصطلاح از لحاظ جغرافیایی و اینها اصلا خود جیوگرافی جیو یه ماشینی هم بود به نام جیو شوی شورولت، ماشین خوبی هم نبود، خیلی کوچیک، فکر کنم موتور تویوتا گذاشته بودن توش، ولی خب اینا وقتی اینجوری میکنن میشه هفت بیجا. در هر صورت میگه که برای 1000 مایل ساختن دیوار چه کارهایی باید انجام بشه و اینها. این دنباله همین بحث این شارلاتان ترامپ که هنوز دنبال دیوار هست و به همین زودی یک دیوار بزرگی دور بر خودش و خانوادش و نزدیکانش ساخته میشه که نگو و نپرس. همین جدیدن همون وکیلش که میگه این مثل پسر منه، اونم میگه من با حاضرم برای این اگه تیر شلیک میکنن خودم رو جلو تیر بندازن، آقای مایکل یا مایک کوهن، این رفت و باز دوباره گفت که آقا این ترامپ از همه این چیزها خبر داشته و این به ما یاد میداده که چجوری دروغ بگیم به دادگاه، چجوری دروغ بگیم به مجلس، و اینجا جرم بزرگیه وقتی که به مجلس دروغ بگی، وقتی که به FBI دروغ بگی، وقتی که به دادگاه دروغ بگی. حالا ترامپ میگه نه آقا این خودش دروغه، ببینید این چه پدر سوخته شیادیه، خودش رفته به اونا گفته دروغ گفته. خلاصه از این ورم دعوای رئیس مجلس، شما میدونید رئیس مجلس نه سخنگوی مجلس، سخنگوی مجلس شخص سوم این مملکته، خودشون بعض وقتا میگن نفر سوم تو صف، ولی حقیقتا نفر دومه، چون رئیس جمهور که هستش، ولی اگه اتفاق برای رئیس جمهور بیفته نخست وزیر میاد میشه رئیس جمهور، بعد اون یکی میشه اون، اگه این دوتا با هم توی هواپیمایی باشن یه جایی باشن منفجر بشه و فلان اینها، اون همین خانم پلوسی میشه رئیس جمهور. و اینه که موقع State of the Union اینا هر سال یه برنامه هست که رئیس جمهور و تمام نماینده ها میان صحبت میکنن، اونجا هم رئیس جمهور هست، هم معاونش هست، هم سخنگوی مجلس هست، و چون همه نمایندگان هم اونجا هستن، یه نماینده ای رو که نمیدونم حالا به قید قرعه است چجوری انتخاب میکنن، اون میره یه جایی که اگر هواپیمای آمد زد به مجلس، بمبی منفجر شد و اینها، یه نفر باقی بمونه و بتونه به عنوان ناخدا این کشتی رو در این دریای طوفانی به ساحل برسونه. شما اینو داشته باشید، خانم نانسی پلوسی یک افعیه، یعنی انقدر مار خورده در کار سیاست که افعی شده، و این آمد چند روز پیش یک نامه نوشت برای ترامپ شارلاتان که شما چون به اصطلاح دولت اینجا رو تعطیل کردی، شاددان کردی، بستی، الان 28 روزه و طولانی ترینه، و در زمان این در یک سال گذشته این سومین باره، طولانی ترینش 17 روز بوده که حالا این مقام اول رو گرفت، و در تعطیلی دولت 28 روز تا امروز، حالا تا کی انجام بشه بماند. خانم پلوسی زرنگی کرد، گفت حالا که ما اینها تعطیلن، ما فکر میکنیم که خطرناکه و نتونیم امنیت این برنامه رو به اصطلاح درست کنیم، چی میگن، برقرار کنیم، مامورا نیستن به اندازه کافی و اینها، شما پستپونش کن. پستپون یعنی به تعویق بنداز، تاریخش هم نگفته بود. ترامپ هم به این جواب نداد اصلا. خیلی جالبه، اینا فعلا در قرن 21 فکر کنم تنها کسانی هستن که برای هم نامه می نویسن. بمانه دیروز قرار بوده خانم نانسی پلوسی بره کجا؟ بلژیکه کجاست؟ یا نروژ، یکی از اینجا، بعدش بره مصر، بعدم بره افغانستان، و معمولا سفرهای اینجوری رو مخصوصا یه جایی مثل افغانستان و مصر و اینها اعلام نمی کنن، محرمانه از سیکرته.
وقتی میرن یه دفعه شما نشون میدی میگی زور اینجا بود نهار خورد رفت، تازه از گذشته میگه. ترامپ شالاتان ورداشون خیلی آدم کینه‌ایه، عقده‌ایه دیگه، میگن این مثلا یه ضربه بهش میزنی حتما باید بیاد دوتا مشت بهت بزنه، اهل بخشیدن و اینا نیست. و اون بی سواد و اینا هم خیلی خوششون میاد از این، آره این پانچ بک میکنه و فلان اینها. این تا فهمیده بود که این باید بره هواپیمای ارتش و اینا رو آماده کردن، نیم ساعت یه ساعت قبل از پروازش نامه نوشت که خانم پلوسی شما الان که دولت تعطیله و ما باید بشینیم اینجا و اینها، شما نرو، چون از لحاظ دولت تعطیله، به اصطلاح هم لحاظ امنیت و هم هواپیما و اینا نمیشه بفرستین. اینو داشته باش. یه ساعت بعد زن خودش رو سوار همین هواپیما کرد فرستاد بره کجا؟ خانم بره آفتاب بخوره. اونجا هم که میره آفتاب میخوره خوشحال که این ترامپ شالاتان پیرستگ هم راش نیست، اونجا لخت و پتی میشه، لابد با جوانای مکزیکی مکزیکی کیف میکنه. فقط تو آمریکا هست که میشه اینجوری بگی یا. و خوبی این مملکت به همینه. حالا شمای ایرانی هی زنگ بزن به اف بی آی بگو سربی فوش داد، اون مامورم میگه خوب شد که فوش داد. خب بمانه این ماجرای دعوای دو نفر که تقریبا در صدر، یعنی اون مال حزب دموکرات، این یکی هم به اصطلاح حزب ریپابلیک، چون این مشتی ترامپ اصلا نه دموکرات نه جمهوری خواه، این یه آشغال بیکل است. anyway بمانه دعوای اینا، مردم این وسط میبازن، یعنی مثل این میمونه که دو تا بچه دعواشون میشه، این از این ور خیابون سنگ میزنه، سنگای ماهری هم سنگزنای ماهری رو میزنه، میزنه شش شما رو میشکنه، اون یکی هم زنگ میزنه سنگ میزنه سنگ میندازه شش منو میشکنه. مردم هستن. ولی دیروز به این سعید صحبت کردم، گفتم آقا اینقدر از ترامپ ایراد نگیری. این آمد و گفت که من دولت و گاورمنت رو مانند تجارت خودم، مانند بیزینس خودم اداره میکنم. همه هم خوشحال گفتن حتما میره کلا سر چین میذاره پولاشو میاره میده به ما. نفهمیدن که این آخر عاقبت بیزینس خودش و تجارت خودش چی شده. حقوق کارگرا رو نداد، حقوق کارمندا رو نداد، پولای دیگران رو بالا کشید، تازه با همه این هم چیزی نداره، همش دروغ میگه. و الا پولدارترین اون آقای بزو مال کی اسمش، مال آمازونه. بمانه گفتم بابا قولی که داد عمل کرد، دولت آمریکا رو داره به ورشکستگی میکشونه، چون هر یک هفته‌ای که دولت تعطیله تقریبا یه چهارم اون پولی که سرش دعوا هست از دست میدن، ضرر میکنن. و الان شده چهار هفته، 4 تا 25% میشه 100%، یعنی اون 5 بیلیون رو نمیدونم 70 شد هرچی پوینت ممیز 17 هیچ، همین ضررش زدن رفتن، هنوزم نه دیوار مونده، اونم پاشو گذاشته توی یک کفش و میگه که ما پول دیوار نمیدیم. و بیچاره کارمند دولتی که یا داره اوبر میرونه یا میره تو فروشگاه ها یا میره تو صف، باورتون میشه میرن تو صف وای میسن برای خوراک، بره برای بچهش، طرف میگه که من مرض قند داشتم پول نداشتم انسولین میزنن به خودشون انسولین بخرم اینا. البته یه حسنی که این آمریکا داره، تا یکی همچین چیزی میگه 100 نفر میان میگن ما برات میخریم، اونم نمیگه از 100 تاشون پول بگیرم یکیشو بخرم 99 تاشم بذارم تو جیبم بگم عجب زرنگم، میگه خیلی ممنون یه نفر پیدا شد خرید، برای دومی اگه لازم شد میام، حالا امیدوارم تا اون موقع حقوقمون بدن و چنین بشه و چنان بشه. و میگه که این ملت، اینو همین آقای پتیک میگه، میگه این ملت با این چیزا به جایی رسیده، همین کارهایی که در ویدیو دیدی، من به قدم اجازه میکنم هر چی یاد گرفتم از این چیزاست، باز هم بگیم مرگ بر آمریکا. همین کمک به هم، کمک به یک دیگر، کمک به همسایه، کمک به همشهری، کمک به هم کوچه، کمک به هم خیابون، مملکتشون اینجوری میشه. نه ما بگیم همش برای خود من، همش برای خود من. بله اینم خوندم، بذار ببینیم اینجا چیه که می نویسم تا، بله همان یک طبقه است.
آها میگه که اسامی 20 تا خبرنگار پولساز آمریکا را استخراج کردم، طبق آمار دارایی آنها جمعاً 631 میلیون دلار است. اشتباه ننوشتم. 17 روز است در مورد حقوق نگرفتن کارمندان بوق و کارنا را به دست گرفتن. آیا خبری دارید که اینها سناری کمک کرده باشند؟ خبر ندارم. و ببینید، کمک کردن وظیفه نیست، کمک کردن خدمته. خدمت هم شما نمیتونی کسی رو مجبور کنی. و این نامه‌ای که خوندم این مال 11 روز پیش بود، چون اون موقع دولت اینجا 17 روز تعطیل شده بود، الان 28 روز تعطیل شده و هیچ امیدی هم نیست. حتی یکی از این گاورنر فرماندارای اینجا گفته بود که من بیام با چیز صحبت کنم با ترامپ، بلکه بتونم این موزل رو به اصطلاح از بین ببرم و حل کنم. نمیدونم حالا میاد یا نه. ولی بریم سراغ چارلی چاپلین مرحوم، ببینیم چی گفته. میگی یک سیب افتاد و جهان از قانون جاذبه باخبر شد، میلیون ها جسد افتاد ولی بشر معنی انسانیت رو درک نکرد. همین امروز داشتم باز رادیو تلویزیون های مختلف دنیا رو گوش میدادم، از دوچه وله گرفته تا الجزیره و تا فرنس 24 و اینها، و واقعا هیچ جایی شما الان آرامش و آسایش نمیبینی. اونی هم که یه مقداری آرام هست ترس و وحشت دارن که نکنه نمیدونم این تندروهای اسلامی بیان، نکنه این تندروهای فاشیست نجات پرست بیان، و روزگار غریبی است. این هم از این. ببینیم که دیگه براتون اینجا چی گذاشتم. بله، یه نامه هم بود که تو Our Dear Democratic Friend، یه نامه هم آقای جلیل مرتضوی برداشته نوشته و بهش گفتم که آقای مرتضوی، اینا که خودشون میگن ترامپ اهل خوندن نیست، حالا شما برداشتی نامه برای ترامپ نوشتی، و برو آقا اصلا این وقتت هم تلف نکن. آخ آخ آخ. خانم بهیه جیلانی هم میگه آقای سوری، من تب دارم و گلو درد شدید دارم، برای شما بهترین ها رو آرزو میکنم. و باور کنید خود منم یک ساعت پیش قبل از اینکه برم دوش بگیرم یکی از اینا رو خوردم، تا من فکر کنم آلرژی مال من، البته نمیدونم. امیدوارم شما حالتون خوب بشه. ما اصلا راضی نیستیم که وقتی شما حال خوشی ندارید ما به اصطلاح مزاحمتون بشیم و استراحت، دیگه خود شما دکتر هستی احتیاج نداری، ولی ما ایرانی ها باید اون طبابتمون رو انجام بدیم. حتی مثل آ محمد عطار، یه جایی بود توی شیراز یک آقایی به نام بهش گفتن آ محمد عطار، خیلی جالب بود، یه قوطی های کوچولویی داشت، شما میرفتی میگفتی من این مرض رو دارم. این بیچاره دهاتی هایی که از طرف جنوب شیراز میومدن اونجا، و صبح قبل از اینکه این باز کنه اونا تو صف نشسته بودن و برای هر کدوم از اینا میریخت، و حاصل همش هم همش میگفت اینو بجوشون، جوشنده. و هم بیشترش هم از اون ریشه تو شیراز میگفتن ریشه مرگ یا شیرین بیان، همون چیزی که این گویا قرص آسپرین یا بایر آلمان رو هم من یادمه که میومدن از این ریشه مرگ میبردن بوشهر، از بوشهر بار میزدن و میبردن آلمان. در هر صورت امیدوارم که شما حالتون خوب بشه، و به مجرد اینکه حال شما خوب شد ما میایم از شما سوال میکنیم که فرانسه چه خبره، شما هم فکر و هم عقیده هستید با این جلیق زردها، یا هم فکر و هم عقیده هستید با دولت ماکرون و این جلیق زردها، یا به راستی حرف خودشون و مردم رو میزنن، یا اینکه اونها هم به اصطلاح تحت شعاع صحبت‌های یا دسیسه‌های روسیه قرار گرفتن، چون روسیه واقعا داره همه دنیا دخالت میکنه و چه باید کرد و چه خواهد شد من نمیدونم. پتیک یه فیلمی برای ما فرستاده بود از یک قطاری، بذارید من اینو بهتون نشون بدم که اگه این قطار بیاد چه ها خواهد شد.
میگه که چرا چین در ساختن راه آهن اینقدر پیشرفت کرده. Why is China so good at railways؟ ببینیم که چرا. اینجا توضیح میده که از فلانجا تا فلانجا 40 ساعته، ولی اینا کردنش 7 ساعت، کردنش 8 ساعت و بله بذارید. Texas in 9 hours or Paris France to Athens Greece in 9 hours or Adelaide South Australia to Perth Western Australia in 9 hours. These train trips actually take 44 hours, 44 hours, and 41 hours respectively, so the idea of making any of these trips by train in 9 hours seems almost absurd. In China, though, that's reality. In September 2018, the country opened up a brand new high-speed rail route with direct trains from Hong Kong to Beijing. This is about the same distance as DC to Dallas, Paris to Athens, or Adelaide to Perth, and yet these trains make the trip in only 8 hours and 56 minutes. خلاصه این که میگه جدیدن پرده برداری کردن از یک به اصطلاح راه آهنای جدید و اینها که راههای 40 ساعت با قطار رو شما میتونید تو 8 ساعت برید. حالا چجوری سرعتش زیاد میکنن و اینها، اون دیگه تکنیکیه که خود اونها بلدن و خیلی ها میگن چینا الان با سرعت زیادی داره پیش میره و با این جمعیت بیش از 1,000,000,000 نفر، یعنی 1,000,000,000 و خورده ای، شاید هم 1,200,000,000 نفر. البته اوضاع مردمش خیلی خوب نیست، چون اینا هنوز دارن اون تقاص موقعی که کمونیست میخواستن بشن میدن. اینم برای دوستانی که هی میگن کمونیست اینجور و سوسیالیست اونجور و اینا و نمیدونیم، حالا این به اصطلاح حکومت کمونیستی هم هیچ جا برقرار نشد که نتیجه مثبتی بده که دیگران بگن ما میخوایم مثل فلان کشور. اگه چند تا کشور هم تو اروپا دارن فعلا میگردن، این سوسیال دموکرات ها هستن که دارن به اصطلاح میچرخه اموراتشون. اینم اونایی که وضع مالیشون خوبه، درآمدشون خوبه، شاکی هستن که ما داریم 60-70% مالیات میدیم. و میبینید یه جاهایی توی آلمان هم همینجوره، طرف سر کار نمیره، میگه من اگه برم سر کار با پولی که اینا به من میدن تفاوتی نداره دیگه، چرا صبح زود بلنشم برم، نمیدونم لباس مجبورم بخرم، مرتب باشم، نهار سرد، ساندویچ بخورم، تو خونه میشینم، اونی که میره سر کار خرج منم میده. دوستانی که در آلمان هستن اگه الان اینجوری نیست به من بگن که نه خیر، اونجا باید همه برن کار کنن. آمریکا یه حسنی که داره، شما اگه کار نکنی شب خوراک نداری بخوری و اینم اینه. میگه شیرین بیان با تریلی میارن آلمان، خیلی هم گرونه، بهش میگن ریشه شیرین برای مصارف داروسازی. بله همون ریشه مک میگفتن، ریشه مک یا شیرین بیان، این کلمه با اون محک زدن به اصطلاح طلا و فلان اینا فرق میکنه. فکر کنم یکیش با ه جیمیه، به این ه جیمی ه حمال هم میگفتن، یکیش هم ه دو چشم. بله میگه که به این نگاه کنید آیا مقرون به صرفه هست. ضمناً این وب پویا نگار طلوع در اینترنت نیست. بذارید ببینم، اینم اینایی که یه ماشینای ساختن وقتی میخوان پل بسازن، پلای پیش ساخته رو اون قسمتای سیمانش رو خود ماشینه میره اون میاد میذاره اونجا. حالا اونایی که بچه شیراز و فارس و کازرون و اون دشت چی بود، تنگ چنار بود چی بود، هستن میدونن یه پلی رو یه شرکتی به نام شرکت اصغرزاده ساخت، چقدرم شلوغ کردن، چقدرم جاده رو بستن، به مردم میگفتن از پایین بری، یعنی از پایین میرفتی تو دره میبری بالا. وقتی هم ساختن ترک خورد، بعد گفتن ماشین های سواری میتونن از اینجا برن، ماشین های سنگین بازم باید میرفتن پایین و اینجوری و اینجوری و میمدن. الان نمیدونم بالاخره درستش کردن یا نه. بله آقای اکبری نوشته ریشه مک و این با ه دو چشم. بله اینم یه ویدیوی دیگه که ببینیم میگن که این مقرون به صرفه هست یا نه. مقرون به صرفه
اون شرکتایی که بریج کانستراکشن این سی میگه ساختن پل در دریا، البته این دوستمون گفته بین مثلا بندر عباس به قشم به جای اون لنج و اینها یه همچین پل‌هایی بسازن. خب اولین بله بین دشت ارژن و تنگ بلحیات، بله درست میگی. خب هنوز اون فروشگاهی هست که جنس‌های قاچاق میفروختن اونجا، اصلا هم میشد بخریم اون وقتا. Is the largest island of the Persian Gulf, where the closest distance between this island and Iran's coastline at the North Cape in Laft Port to the Pearl village is approximately 2500 meters. Persian Gulf Bridge has an overall length of 3420 meters, which stretches about 2500 meters across the sea with five 360 meter long spans and two 180 meter long semispans. بله این داره فاصله قشم رو میگه. من خودم با لنج از بندر عباس رفتم قشم و فکر کنم 45 دقیقه یک ساعت یه از این موتورهای کوچولو و اون لنج هم که میگفتن یک کشتیایی که خود همون بومیای مردمای اونجا به همون روشای قدیم، شاید هم همون کشتی نوح بوده. داستان کشتی نوح چه مزخرفی به خورد مردم میدن. یک کشتی طرف درست کرده، بعد همه حیوانات رو گذاشته برده، بعدم هی این ور اون ور میگن آرک پیدا شد، اون کشتیه نمیدونم فلان چوبش اینجا پیدا شد، فلان چوبش اونجا پیدا شد. در هر صورت نمیدونم والله آقای پتیک که این مقرونه به صرفه هست یا نه، باید ببینی دولتش کیه، پول کی میخواد بده، از کجا میخوان به اصطلاح پول بگیرن. میگه شنیدم دو بانک قبول کردن وام های بدون بهره به کارمندان دولت. اینجا الان خیلی از اینها خودشون روی گوفاندمی به اصطلاح حساب باز کردن و برای سازمان‌های مختلف، چون یکی و دوتا نیستن، 800 هزار نفر الان بیکار هستن یا بهشون گفتن نیان سر کار. بعد آقای ترامپ گفت که من یه نامه نوشتم حقوقاتونو میدیم. یه احمقی هم که برای ترامپ کار میکنه، چون شما وقتی دانش نداری معمولا احمقا رو میاری که اونام نفهمن، یکی از اینا گفته بود که خب اینا مثل اینی که دارن تو مرخصی هن. بعد طرف میگه آقا مرخصی کسی میره که پول زیاد داره میره خرجش کنه. منی که کار ندارم شما به من میگی بشین تو خونه، این مثل مرخصیه. من نگرانم، خیلی ها با بچهشون با زنشون دعواشون میشه، زنه با شوهرش دعوا میشه، خلاصه بمانه. میگه که چنار شای جان شده شهر ولی هنوز مرکز خلاف. این شویجون با اون فرق نمیکنه با دشته چی بود تنگ بلحیات. بله 6 سال پیش رفتم پل درست بود، میگفتن پل هوایی. بله اون پلم هوایی بود، کسی که پل رو زمین نمیزنه، یا پلا دریایی یا پلا هوایی. ولی اون پلی که زده بودن میگفتن از سیماناش دزدیدن و پایه‌هاش ترک خورده بود. ولی برای اون موقع وقت خداییش وای میستادی پیاده میشدی نگاه میکردی یک دره خیلی عمیقی بود. این هم از این ماجرا. خوش به حال شما که 6 ماه پیش اونجا بودید و چنار شوی جون. یادم رفته اسامی اینها، ولی من یه جایی برای مهندس محکمی کار میکردم به نام طرف های نزدیک های سروستون و اینها هست، نیریزوز، اونم یه چیزی مثل همین، مثل اسمش مثل شایجان اینها بود. نه نمیشناسم. بله میگه که ببینیم که این چی میگه اینجا. جناب آقایان سوربی و آریان پور، با تشکر از زحمات شما و همچنین عرض ادب و ارادت به کلیه جانباختگان، اسرا، رزماندگان وطن، این فیلم را با دقت گوش دادم. یک صفحه مطالب گردآوری کردم که اگر دوباره نویسی کنم توضیح واضحات خواهد بود. ضمن تشکر مجدد از سرتیپ محمد صلواتی برای نقل خاطرات. این همون فیلمیه که گفتم که یکی از این خلبانا اسیر میشه و 10 سال اسیر عراق بوده. خیلی ها جنگ کلن 8 سال طول کشید، ولی این عراقی ها احتمالا ایرانی هم آخوندام همین کاری کردن،
قانونای دنیا رو رعایت نکردن و اسرا رو بیشتر از اون حد معمول و اینها نگه داشتن، خیلی ها رو حتی خبر ندادن. همین چند روز پیش یه آقای رجبی بود اگه اشتباه نکنم نوشته بود که یک کسی به نام بابایی و دوستان از کانون آوا نوشتن که این آقای بابایی ستوان بوده و همون اوائل انقلاب اسیر میشه و سازمان مجاهدین عکسش هم هست که تو سازمان مجاهدین بوده. چه بلایی سرش آوردن که بعد سازمان مجاهدین میگه نه ما اینو نمیشناسیم، اون رو دیگه کسی نمیدونه. اگر کسی از این آقای بابایی خبر داره بگه که کجا به کجاست. میگه با تقاضا از هموطنان گرامی که در جریان این داستان ها بودن از جمله آقای دکتر فرج اردلان و دیگر درخواست میکنم هر اطلاعاتی در این مورد دارن در اختیار هموطنان ایرانی خود برای ضبط در تاریخ قرار دهند. گفتگوی بله این ماجرای نشست های مختلفی هست که این ور اون ور برپا میشه و اینجا مثلا نوشته کنگره ملیت های ایران، کنگره ملیت های ایران فدرال با حضور شهریار آهی 26 و 27 این مال ماه می و اینا بوده. اینا خیلی شما جدی نگیرید آقای آریانپور، اینا یه عده هستن، همین اسماعیل نوری علا و حسین بور نمیدونم اینا، اون میاد خواهر اونو ببینه، اون میاد با نمیدونم همسر اون لاس بزنه. من چند تا از این برنامه‌هاشون که رفتم دیدم یه مشت پیرمرد و پیرزن حقیقتا فاسد، همشون دنبال اینن که ببینن کجا میتونن یه پولی بگیرن سال آینده فلانجا هوا خوبه برن یکی دو چند روز دور هم جمع بشن. اصلا شما اینا رو جدی نگیر، ولی قراره در لهستان یک به اصطلاح نشستی برقرار بشه. حالا ایرانیا هم آی لهستان بی ناموس، ما وقتی جنگ بود بهت کمک کردیم. اینا فکر میکنن حتی آدما شما به این نفر کمک میکنی بعدن اون همیشه مدیون و خودش رو به اصطلاح obligation چی میگن خودش رو ملتزم میگن، نمیدونه که باید به شما پس بده. و حالا ایران و لهستان تو جنگ جهانی لهستانی ها و کلیمی ها یه عدهشون از اونجا در رفتن آمدن ایران، ایران هم مهمون نوازی کرده، حتی یه سریشون اونجا مردن، قبرستون ها هست و فلان. اینا تاریخ رو شما خیلی نمیتونی بگی چون اینجوری بوده حالا باید اینجوری باشه. باید ببینید امروز به خاطر همینه که هر کشوری احتیاج به سیاستمدارانی داره که عاقل باشن، دلسوز باشن، دلسوز مردم باشن، دلسوز کشور باشن. و متاسفانه ما در هر برهه از زمان که نگاه میکنیم نداشتیم. هر کسی آمده دنبال این بوده که یه تیکه از این گوشت به نام ایران رو بکنه و بره دنبال کار خودش. اینم از این. خب ببینیم که این کسی که پیام گذاشته، آهان این برای اون شمی بهتون گفتم ما یه زمانی 12 تا صفحه فیسبوک داشتیم، باور کنید حدود 9 تا 10 تا از این تلفن‌های ماجیک جک داشتیم. هنوز تا هنوز با وجودی که ماهاست که دیگه پولش رو نمیدیم و هی برامون می‌نویسه خب حالا 24 دلار بده یه سال دیگه تمدیدش کن، میگیم آقا نمیخوان، گوگل وایس الان مجانی میده، خیلی هم بهتر از شماست. ماجیک جک شما نمیتونی تکست بفرستی، ماجیک جک انتقال شمارش خیلی مشکله، گوگل وایس تکست میفرسته انتقال شماره میکنه، پیامتو میتونی عوض کنی. یکی که زنگ میزنه باید اول اسمشو بگه، دیگه شما الکی گوشی رو بر نمیداری بعد حالا روت هم نیاد قطع کنی. طرف که زنگ میزنه میگه اسمت چیه، میگه پتیک، اسمت چیه، میگه اکبری، به سوربی میگه که اکبری رو خطه، میخوای جواب بدی، پتیک رو خطه، میخوای جواب بدی یا بهش بگیم نیستی. اینا رو گوگل وایس مجانی، حالا دیگه نمیدونم همه جای دنیا هم باشه یا نه ولی آمریکا هست، چرا مجانی میده؟ برای که بفهمه اکبری به سوربی تماس گرفت، سوربی به پتیک تماس گرفت، اینا رو هی وصل میکنن با هم. الان تو آمریکا نمیدونم اونجایی که شما هستید هست یا نه، یه ماشینای پلیسی هست پشتش 2 تا دوربینه، این همینجوری که داره میره تو خیابون شماره این ماشینا رو هی
چی میگن، هی ریکورد میکنه، هی اینا رو با هم مقایسه میکنه که بله این ماشین سوربی مثلا حالا تو فیرفکس باید باشه یا آمده امروز. اگه آمده برای چی آمده؟ جایی تو ایمیلاش نوشته که من برای چی دارم میرم؟ باورتون میشه؟ این کارا رو کامپیوتر داره انجام میده و انقدر اطلاعات دارن جمع میکنن که بعضی وقتا میگه زیادی این اطلاعات باعث شده که نتونن به موقع عمل کنن. یعنی انقدر دیگه اطلاعات، شماره ماشینش چقدره، وزنش چیه، وقتی داشت میرفت چقدر وزن داشت، وقتی داشت میامد چند نفر داخلش بودن، که بیا و ببین. اون روز ما از یک وسیلهی به اصطلاح اس بردیم. آقای خورسندی خیلی خوشحالم که شما هم جزء بینندگان ما هستید. حالا دیدی کاکو جون چرا دوستان دیگه هم معتاد هستن؟ برای که برنامه ما خیلی ساده است. برنامه ما مثل یه مهمونیه که شما لازم هم نیست کت شلوار بپوشی بری اونجا، لازم هم نیست سر راه گل بخری بری اونجا، مشروب بخری بری اونجا. میای تو این مهمونی شرکت میکنی، هر وقت میخوای بری دستشویی برای همیش میری دستشویی، میخوای بری رخچال نوشابه بخوری میری میخوری میای، ولی میای میبینی یه عده مثل خودت اونجا نشستن، حالا یا هم فکرتن یا مخالفتن، ولی بازم اهل هر کجا که باشیم همه ایرانی هستیم. شما میتونی نظرتو بگی، منم نظرو بگم. در صد خیلی خوشحالم که شما اینجا هستید. داشتیم درباره یک چیزی صحبت میکردیم که این خانم نانسی پلوسی روی مجله تایم به اصطلاح کارتونی کشیدن که این سنگ میذاره و اینجوری میچرخونن و پرتاب میشه. دوستمون نوشت اسمش منجنیق هست و من از یه دستگاهی صحبت کردم که تو کار نجاری استفاده میکنن، اسمش واقعا یعنی گیره است، گیره بزرگیه. این شوهر عمه ما که آقای رستاخیز تو شرکت نفت و آقا جاری کار میکرد و من شاگردش بودم تابستونا، من بیچاره تابستونا تازه از مدرسه که مرخص میشدیم شاگرد نجار بودیم، خیلی آدم خوبی بود. آقای مانی خورسندی میگه آقا من که لختم. خب خوش به حاله. بله خیلی آدم خوبی بود، خیلی چیزا به من یاد داد و آدم مهربونی بود، مثل معلم. معلم خیلی باید صبور باشه، خیلی باید مهربون باشه، عصبانی نشه. این آقای رستاخیز یک گیره ای داشت که اون به من میگه اشکنجه، حالا اشکنجه و شکنجه و اینا، و هر وقت به من میگه اینو وردار برو هوا برد، ما چهارراه اسلانجات مغازش بود و من این آهن بزرگ رو باید میذاشتم رو دوشم میکشیدم ببرم هوا برد. الان اگه برم میگم این بوده، من اینقدر فکر کردم طولانیه، ولی خب برای یه بچه کلاس مثلا پنجم بوده، 11 سالش بوده، 12 سالش بوده، تو اون گرمای تابستون این اشکنجه رو بذار رو دوش تو، بعد هی میری اینجا میری بچه ها دارن فوتبال بازی میکنن، میری اون ورتر میری دارن یه بازی دیگه میکنن، ولی تو بیچاره باید حالا بکشی ببری هوا برد. اونجا که رسیدی حالا تازه وایسی در پنجره عوض کنی اینا. و جر اسقال رو هم منجنیق میگفتن، همون جر سقیل، جر اسقال اینها. ولی اون دستگاهی که من میگم مثل واقعا همین گیرپا میگفتن، ولی یه آهن دراز بود که شما میخواستی در درست کنی و مثلا میز درست کنی، چند تا تختر میذاشتن و هم وقتی هر کم فکر این کرده بود خیلی مثل یه بیم آهن بود که یکی از این گیره ها میرفت آخر، اونجا شما میزدی و اینو پیچ میکردی. اینجا هست، اینجا کوچیکترش رو دیدم که طرف تو نجاری استفاده میکنه، تق 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 میره آخر قفلش میکنه اونو میپیچه. و اینجا همه اینا رو وایز میگن یا گیره میگن. در صورت اون چیزی که به من یاد داده بودن اسمش اشکنجه بود و خیلی هم اسم با مسمای بود، چون من بیچاره وقتی اینو میکشیدم میبردم شکنجه میشدم. شاید امروز اگه همون دستگاه رو ببینم بگم این بوده من براش اینقدر داد و بیداد میکردم که چقدر سنگینه. براتون گفتم که گفت دو نفر نشسته بودم توی مهمونی داشتن با هم صحبت میکردن، یادت میاد
می رفتیم خونه بابا بزرگ ما، اون استخر، اون باغ، اون حیات و اینها. میگه آره. میگه اتفاقا من دارم میرم ایران. میگه کی میره ایران؟ میگه مثلا مرداد میرم. میگه منم دارم میرم، بیا اونجا با همدیگه رو ببینیم و بریم یاد دوران قدیم بچرخیم و اینا. میگن باشه، قرار میذارن میرن. حالا مثلا تو شیراز یا تو تهران یا کرمان، هر جا. آقای خورسندی شما اصلتون مال کجاست؟ اصلتون شکنج اسم اون دستگاه بود. بله، این شوهر عمه ما که از بس پیر بود بهش میگفتیم عمو، و واقعا مثل چارلز برونسون بدن خیلی، من فکر میکنم اگر آزمایش دکتر میداد اینقدر چربی تو وجودش نبود. همیشه هم صبح دوتا استکان چایی با قند با نون، یعنی حتی نون پنیر هم نمیخورد، نون سنگک یا نون بازاری لواش میگم، اینو میخورد و آدم سالمی بود. بله، یزد و مشهد. بله بله، یزدی ها. خب پس آقا کار درسته. من اردوی دانشجویی وقتی که رفتم نجف آباد اصفهان با اون آقای حسین دهقان که قهرمان به اصطلاح وزن برداری و زورخانه سنتی بود، رفتیم یزد و خیلی جاها رو رفتیم، دهچنار یا اون شیرکو، اینا رو رفتیم. بعد اون میدون مارکار عکس دارم که حالا عکس ها رو نگاه میکنم خندم میگیره، موها رو گوش اینجوری، با آقای اسلام شمس نه، با آقای کابوس اسلامی و چند تا از بچه های یزد بودیم و در زورخانه اونجا هم به اصطلاح لنگی بستیم و دوتا از این میلای کوچیکم گرفتیم دستمون، تیتیش مامانی اینجور بمانه. گفتم اهل هر کجا که باشیم ما همه ایرانی هستیم، حالا دیگه از اونم گذشتیم، ما همه چی میگن دیگه جهانی هستیم، برامون مهم نیست که ما کجای دنیا هستیم. بچه من زمین بخوره شما اصلا نمیپرسی که یزدی هستی، اگه یزدی هستی بیام دستتو بگیرم، اگه شیرازی هستی بیام دستتو بگیرم، بلندش میکنی عمو جون دستت زخم نشده، تورید نشده. بله، بیجار و کاشان، یزد و مشهد، بیجار و کاشان. چی بود آقا؟ تو مسافرت بوده مامان و بابا. در هر صورت اینم ماجرای آقای خورسندی. حالا شما همون داداش آقای هادی خورسندی هستی، حالش چطوره؟ یه مدتی بود که از لحاظ قلب و اینا پیچ و موراش خیلی مرتب نبود، امیدوارم که الان همه چی ردیف و خوب باشه و اگر خواست بیاد واشنگتن من در خدمتش هستم حتما، اگه کاری چیزی داشته باشه. و خوشحال میشم شما هم اگه اومدید اینجا این تعارفای بیان مهمون ما باشین، من گذاشتم کنار، میگم اگه اومدید اینجا با هم یک نهاری، یک نوشابه، یک چیزی، چون وقتی میگی بیا مهمون من باشی اون بنده خدا هم حالا میاد بعد طرف میگه آقا ما یه تعارفی کردیم اینم بلند شده اومده. بهترین جا میگن هتل برای مسافر، مسافر برای هتل، و آمریکایی‌ها این کار رو انجام میدن. حتی ایام کریسمس، ایام سال نو وقتی میان خانواده ها میرن هتل، ولی هتلی میرن که نزدیک مثلا فامیلشونه. بعد برنامه دید و بازدید که میذارن، مهمونی هایی که میذارن، اونا رو پیاده میکنن دم هتل، اینا میان، اینایی که میخوان صبح برن سر کار ساعت 5 بیدار میشن، اون مهمونی که میخواد تا لنگ زور بخوابه. شما دیدید وقتی میری مسافرت بعضی وقتا با وجودی که هتل صبحونه مجانی میدی، میگی آقا ولش کن من نمیخوام، صبحونه مجانی هم نمیخوام، میگیری میخوابی 11 بلند میشی، تازه بلند میشی میری پایین، صبحونه و نهارت ساعت 1 میخوری، شامت ساعت 8 و شب میخوری، و سه وعده صبحانه نهار شام ممکنه بشه 2 وعده. ولی وقتی بخوای یه نفر که برنامه زندگیش اونجا کار میکنه صبحونه فلان، هم برای اونا مشکله هم برای شما. خب تنبل شده هادی خورسندی بابا، این بنده خدا خیلی یه عمر خوب داره کار میکنه و این برمور میره و مقاله مینویسه و برنامه های مختلفی داره توی رادیو تلویزیون های مختلف، و همش کار، کار بازو و کار بدنی نیست، کار فکری و اینها بعضی وقتا واقعا آدم رو خسته میکنه و انرژیش رو میبره. برگردیم به منجنیق. اگه اشتباه نکنم به انگلیسی میشه کاتاپولت یا کاتاپولت، و سنگ قلاب هم این چیزایی بود که تو فیلمای شما داوود و اینا هم میبینید که مثلا اینا سنگ قلاب میکردن، یه چیزی رو این چوپان ها میپیچیدن پرتش میکردن و با این سنگ بعضی هم هدفگیریشون خوب بود، اونم سنگ قلاب. و اما ببرمتون زمان شاه
و شما به من بگید که آیا این همون آقای گل سرخی هست که در دادگاه داره صحبت میکنه یا کس دیگری. میگه ایمانوئل مکرون 3 ساعته که داره حرف میزنه، سفر و سخنرانی ها از صبح زنده داره پخش میشه، در کنار شهردارهای فرانسوی چقدر دروغ از ساعتهایش داره میگه، سیاستمدار فرقکار میفهمند و بس. میدونید که این ماجرای تظاهرات در فرانسه هر شنبه و یه شنبه مثل که اینا دیگه خیلی زبلن، کاراشون از دست نمیدن، شنبه و یه شنبه میان آتیش بازی و آتیش میزنن اینا. و این خانم تنازی نوشتن که مکرون داره صحبت میکنه، رابط داره روز جمعه صحبت میکنه که بابا دستم به دامنتون، شنبه فردا نیاین اعتصاب و اینها. آقای اکبری هم که همشهری ما هست میگه آقای هادی خورسندی هر از گاهی میومد برلین ولی خیلی وقت نیومده. میدونید یه اشکالش این برنامه‌های تلویزیونه، فکر کنم الان تو تلویزیون ایران فردا و اینا برنامه داره و دیگه وقتی که میان نوشته هاشون و حرف هاشون رو میزنن توی تلویزیون، بعدم تنبلی ما هم هست دیگه، میگیم ای بابا حالا سرده، حالا گرمه، حالا بلندشم برم 50 دلار 60 دلار 30 دلار نمیدونم مال شما یورو تیکت بخرم و اینها. خب این که بعد میاد روی یوتیوب، این بنده خدا هنرمندا اینجوری دارن ضرر میدن. البته خب میگم باز از اون ور جبران میشه که اونا میتونن از طریق همون وسایل بیان به مردم دسترسی پیدا کنن و احیانا از اون قسمت هم پولی بسازن. و اینا اگر توی ایران بودیم، اگر حکومت درستی بود، من تا اونجایی که یادمه هادی خورسندی از زمان شاه هم مینوشت و اینها، اون مجله اصغر آقا مال ایشون بود و اینا، دیگه باید تا حالا 10 بار بازنشست شده باشن ولی هنوز تو این سن و سال دارن کار میکنن، باید بهشون آفرین هم گفت. دخترشون هم کمدین هست، اگه اشتباه نکنم اسمش شاپرکه، حتی برای اسمش هم جوک ها ساخته بود که میگفت من فکر میکردم اسم من پروانه است، آخه اینجا شاپرک و پروانه، یکیش میشه بادرفلای، یکیش میشه یه چیز دیگه. بعد میگفت نه، بعدم فهمیدم اون شاپرک های سیاه کوچولو هست که مثلا حتی اگر پسته بذاری تو خونت درست میشه. این میگه اسم من اونه. و اینایی که کمدین هستن از میخ تو دیوار هم برای شما جوک میسازن. دوستان عزیزی که ما به اصطلاح خلف وعده کردیم و بهتون گفتیم که امروز ساعت 2 با خانم جیلانی هستیم، خانم جیلانی روی فیسبوک نوشتن که به اصطلاح تب شدید دارن و گلو درد و اینها و نمیتونن در برنامه باشن، برای ایشون آرزوی سلامتی و شفای عاجل، یعنی get well soon. و امیدوارم حالشون که خوب شد بتونیم در برنامه به اصطلاح داشته باشیم و از صحبتهای ایشون استفاده کنیم. حرفایی که میزنن منطقی جامعه شناس بودن و هستند و توی تلویزیونهای مختلف صحبتهای به اصطلاح روی یوتیوب و ایناشون رو میتونید ببینید. توی رادیوی کیان ایران هم مدتها برنامه داشتن، نمیدونم هنوزم برنامه دارن یا نه. و اما خبرهایی که من گذاشتم برای شما میخونم، پس بذارید من این اسکایپ رو خاموش کنم، چون اسکایپ رو روشن گذاشته بودم برای خانم جیلانی و برای آقای لادن که هر دو امروز نمیتونن با ما باشن. میگه عربستان برای تغییر بافت محله شیعه نشین پول پمپاژ میکند. شبیه ماجرای شیعه و سنی، همون مسیحی هم دارن ولی مسیحی ها دیگه انقدر مثل ما پدر خودشون رو در نمیارن، ولی این شیعه و سنی نه این قبول داره اونو نه اون قبول داره اونو، فکر کنم خدا هم هیچ کدومشون رو قبول نداره. همین امروز یک نقاشی برای من یه دوستی فرستاد، بذارید اینجا بهتون نشون بدم. میگه که مسلمون ها اگه همشون از بین برن و بمونه یه نفر، ببینید این یه نفر چی کار میکنه. راستی شما الان تصور کنید که آخرین مسلمان باقی مانده در کره زمین، حالا دیگه نه سنی هست نه شیعه هست
نه کریسچن مسیحی هست، نه یهودی هست. ببینید این چی کار میکنه. این نقاشیه میگه شمشیر رو با دستش گرفته، یه شمشیرم با پاش، با خودش داره میجنگه. آخرین مسلمان باقی مانده در کره زمین. و این نتیجه دوگم بودنه، این نتیجه اینه که طرف فکر میکنه خودش درست میگه و همه غلط. و اما اینجا برف و بارون داشتیم، حتی دیشب هم قرار بود باز برف بیاد ولی شد بارون. هوا امروز نسبتاً بهتر از روزهای قبل. روزهای قبل 19 و 20 نه سانتیگراد فارنهایت، 32 فارنهایت یعنی 0 سانتیگراد. حالا 19 و 20 چند درجه میره زیر 0 بمانه. این عکسیه که من از همین جلوی منزلمون گرفتم و اینم چراغیه که روش شما اگه نگاه کنین نشون میده اینجا توی منطقه ما 13 اینچ برف آمد. ضمن این که گفته بودن، حالا بهتون نشون بدم اینو، کوچیک بزرگترش کنم اون تصویر رو، که ببینید روی این چراغی که توی به اصطلاح این چمن ما هست، ببینید این بالای این چراغه اینجوری مثل گنبد. این اون موقعی که من عکس گرفتم فکر کنم نقل 9 اینچ 10 اینچ بود، 10 اینچ میشه 26 سانتی متر. ولی بعد که تموم شد اعلام کردن که 13 اینچ در این منطقه برف آمده. و حالا یه دو تا عکس هم هست که بعد از برف اون قندیل میگن قندیلک وقتی که هوا گرم میشه این یکم برفا آب میشه تا میخواد بیاد پایین، همون موقع دوباره شب میشه سرد میشه، اینا قندیلک. اونایی که طبیعی و زمین شناسی و اینا خوندن یک اسمی هم بهشون میگفتن، نمیدونم چی 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 تیک اتی تیک، اینجا هست. من که رشته طبیعی نبودم بلد نیست. خب اینم از این. و بذارید من ببینم اون عکسارم براتون پیدا کنم از قندیلک هایی که بسته و آویزون هست. از اینجا این باکسمو بیاریم. بله، دبیر کنفرانس امنیتی مونیخ گفت ایران با جاسوسی به پای خودش شلیک میکند. این یه اصطلاحی که آمریکایی هم دارن و میگن که طرف به پای خودش تیر زد. از اونجایی میاد که بله این استالاکتیکو استالاگمیت استالال نمیدونم چجوری تلفظش کنم، این خیلی بده ها، یعنی زبان فارسی نشون میده ناقصه. که شما شیرازی هستی، منم شیرازی، شما فارس هستی، منم فارسم، شما ایرانی هستی، منم ایرانی، یه کلمه ای رو شما مینویسی از آلمان، من اینجا نمیتونم درست بگم، مجبور میشیم به انگلیسی یا به آلمانی بنویسی که ما ا ا او شو بتونیم بخونیم. حالا عربا بی خود نه این قرآن رو هی ا ا او زن 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 اینا رو هی بالا پایینش گذاشتم، ولی یادمه یه چیزای اینجوری داداشای من دوتا چون رشته طبیعی بودن. و اما این شوت کردن تو پای خودشون از اون زمانیه که اونایی که ناوارد بودن بعضی وقتا وقتی میخواستن این هفتیر رو از غلاف خودش بکشن بیرون اونقدر هول بودن که میخواستن طرف رو زود بزنن به پای خودشون شلیک میکردن. دبیر کنفرانس امنیتی مونیخ میگه ایران با جاسوسی به پای خودش شلیک میکنه و ایران برای صادرات نفت به شدت، ایران گفته برای صادرات نفت به شدت مشکل داریم. خب آقا دولت روحانی آخوندهای بیمغز اینو به خودتون بگین، مگه شما نمیان تو تلویزیون پوز میدین که ما خودکفا شدیم، نمیدونم صنعتمون اینجوری. راستی این ماهواره هم که فرستادن بالا که آبروریزی شد. بذارید من یه عکس قندیلک و اینا رو بهتون نشون بدم که بعد یادم میره میگم اوه بعد قولی کردم. اینه، یکیش اینه، اینم از تو همین، اینجا بهش میگن دک، من نمیدونم توی فارسی ایوون، ایوان. بله، از ایوان منزل گرفتم. ببینید که چه یخی بسته. این عکس مال دیروزه. میبینید این مثلا یه متر و نیم، اینجا یه متر و نیم از این سقف آویزون شده. اینا نقل 30-40 سانته، اینا نقل یه متره، این شاید هم 1.80-2 متر باشه. بعد ببینم بازم هست.
بله اینم یکی دیگرش. و میبینید که برفا کم شده ولی این یخا گاهی وقتی هم حس صدا میده، شما نشستی یه دفعه مثل که یکی در میزنه تا 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 تا، شما نگاه میکنی مینی یخا ریخته پایین. اینه که اونایی که پشت بونشون شیروانی هست چون آهن حلبی زودتر اینا سر میخورن بیان پایینش، یه چیزایی میخ میکنن که جلوی اینو بگیره به اصطلاح به مرور زمان آب بشه و یه دفعه تمام این یخ نیفته رو سر یه کسی بیچاره تلف بشه. اینم از این ماجرا. و اما من برنامه رو اینجوری گذاشته بودم، یک ساعتم زودتر شروع کردم که اون یک ساعت با شما باشم، بشه سربی با مردم، ساعت دو با خانم دکتر بهیه جیلانی باشیم از پاریس، ساعت سه با آقای امیر حسین لادن باشیم از آمریکا، ساعت چهارم با آقای حسن ارشاد از ایران که برنامه 209 210 تا حالا یعنی 210 هفته برنامه فرستادن، تازه حالا چند هفته هم مسافرت بودن، کار براشون پیش آمده، اشکال اینترنتی بوده، برنامه اجرا نکردن. من به اصطلاح استقامت و پشتکار ایشون و اون دوست دیگه‌مون که از خلیج فارس برنامه میفرسه واقعا هم تبریک میگم، هم ممنونم که با ما هستن و ما یاد میگیریم و ممکنه مخالف نظرشون هم باشیم، به ما اجازه میدن نظرات خودمون رو هم بیان کنیم. خب یورو نیوز رو براتون خوندم. و اما آقای هوشنگ آریانپور، امیر هوشنگ آریانپور مینویسه که cannot hear you on the phone. والا من روشنش کردم آقا، اجازه بده ببینم، روشنش کردم، اینجا هم تیتیش مامانیش بالا پایین میشه، نشون میده که بذار پس خاموش کنم دوباره روشن کنم. همون اول برنامه گفتم بذارید فون هم بیاد، این آف، حالا یه بار روشن کنم ببینم چی میشه. اینجا یک لحظه مین، این مردم تیوی آدیو، خیلی عجیبه، بذار ببندم روشنش کنم. این شرکت زین و هرچی از موقعی که اومد من سابقه خوبی ازش ندارم، به شما گفتم شما هم زحمت کشیدی و کامپیوتر خریدی و ما گذاشتیم برای این کار، ولی خودشون مثل که میگم اینا هول میشن، میان یه نفر که یه چیزی رو راه میندازه ازش میخرن، بعد نمیتونن اونجوری که باید و شاید نگهش دارن. بذار ببینم حالا اینجا، بله میکروفون یو اس بی ساوند فلان، میکروفون ریل تاک استریت فلان، بزنیم حالا چی، حالا امتحان کن. دوباره روشن کردم و اینه پروگرامه، بذارید بهتون نشون بدم. اگه کسانی هم میخوان برنامه هاشون رو به اصطلاح به طریق تلفن، چون ما بهتون گفتم توی این تلویزیون مردم ما چشم و دلتنگ نیستیم که یه چیزی که یاد گرفتیم به کسی یاد ندیم. همین مثلا چیز بهبانی معتاد، من بهش گفتم خب آقا این تلفن مجانی چرا، یادم با اون دکتر عطا انصاری که اسمش بنده خدا از چیز برنامه میذاره، گفتم خب به این احمق بگید که این که مجانیه، ببین من الان حرف میزنم هلو، این داره نشون میده، این بغلش هم مینویسه که با چه تلفنی یا با چه دستگاهی یا اینها، و اینجا نشون میده کار میکنه. حالا اگه اونجا شما نمیتونی دریافت کنی، متاسفانه این اشکال از اون شرکتیه. آقای جیمی مهر میگه که I can hear، یعنی شما با تلفن با چه شماره تماس میگیرید؟ وقتی اینا میگن با تلفن، دوست عزیز اون سرویسی هست که تلفن، بذارید من شمارش هم اینجا بنویسم، خیلی تنبل شدم واقعا، اینا رو اون وقتا شمارش رو داشتیم، حالا من اینجا براتون بیارم، call to listen contact، اینجا call to listen 605 475 58 83، بذارید الان از اینجا من زنگ بزنم ببینم تلفن سعید خرابه یا برنامه اون زنو 58 83. من الان زنگ میزنم موبیل، صداشم میذارم روی بلنگو یا سپیکر.
آها میگه this service is currently offline. This program is currently offline. نه آقا. شیرازی ها میگفتن طرف کرش باد میده. کر یه جایی که یه درزی سوراخی چیزی باشه به جای کنار میگفتن کرش. نمیدونم اصل کلمه از کجا اومده. این سیستم من از روز اولی که آمدم، اون وقتا یه آقایی هم بود مال کشورهای شرقی هم بود، خیلی هم سرویسشون خوب بود. وقتی اینا عوض کردن گفت که ما پروگراممونه خوب کردیم، شما اونو قطع کن، اینو بردار، ما قطع کردیم و گذاشتیم و شماره تلفنمون هم عوض کرد. گفتیم خب خانم شماره تلفنمون چرا عوض کردی؟ بعد نگو اینا وقتی یه تلفنی شماره زیاد بهش میزنن میدن به یکی دیگه، که به نظر من کار بدیه، چون اگه شما زنگ میزنی که فارسی گوش کنی، وقتی میزنی به یکی دیگه وقت داره اسپانیش حرف میزنه، حالا این سعید زرنگ ممکنه چهار کلمه انگلیسی بلد باشه، طرف ول میکنه میره. اینا چرا این کارو میکنن نمیدونم. در صورت از روزی که با این شرکت ما هستیم میگفت چی؟ یک روز آب خوش از گلوی ما نره پایین. اینقدر بد بود که ما 24 ساعتش رو قطع کردیم، گفتیم فقط وقتی برنامه زنده داریم. حالا برنامه زنده هم دو روزی دو ساعت هم این اشکال پیدا میکنه. دیسته بله. اون دوستمون میگه صدا خوبه. ببینید شما با تلفن میتونید یا یوتیوب نگاه کنید، با تلفن میتونید از مردم tv.com نگاه کنید، با تلفن میتونید از فیسبوک بوک نگاه کنید. این دوستانی که میگن روی تلفن نیستید و به درستی هم داره میگه نیستیم، حالا که نیستیم پس ما چرا یه انکودر روشن بذاریم خاموشش میکنیم، اینا زنگ میزنن شماره تلفن همین 605-475-58-83. باید بهش میگیم که مرحمت فرموده ما را مس کنید، مثلا توی اسم من چون سرب هستم ما نخواستیم طلا باشیم، ما را مس کنید. اتفاقا یه ایمیلی گرفتم که گویا باز چین مس رو تبدیل میکنه به طلا. حالا این طلا چرا اینقدر گرونه؟ و خب ما میدونیم مثلا تو کارهای برقی چون هدایتش خوبه، درجه اون مثلا چیزایی رو که میخوان تلفات نداشته باشه، حالا چه از لحاظ گرما، چه از لحاظ والتیج، چه از لحاظ امپ، اونو از طلا میسازن و به همین خاطر است که بعضی از دستگاه‌ها مثلا میکروفون‌ها خیلی گرون و اینا. ولی خب اگه همه مسا رو بردارن بکنن طلا، اون وقت چی میشه؟ سیمای تو خیابون از طلا میشه؟ فکر کنم به ترتیب اینجوری بود: طلا، نقره، آلومینیوم، بعد مس از لحاظ هدایت. یادمون رفته. اون روز یه نفر از من پرسید آقا شما که رشتت برقه. گفتم آقا هیچی نگو، برقی که من خوندم 50 سال پیش بوده، برقی که من درس دادم 45 سال پیش بوده، الان اصلا این برق بزنم هم نمیگیری کسی رو، شده مثل باتری که مونده شده و زرتش در رفته. خب برگردیم. بله این منجنیق و اینها رو گفتیم، سنگ قلاب رو گفتیم، نوار صدا دقیقه 5:45. دوستانی که فکر میکنن در دوره شاه ایران گلستان بود، نمیدونم چی میگن، شمع و گل و پروانه بود، دوستان گوش کنید. این یه چیزی هم هست به نام نویز، یه برنامه رادیویی هست به نام نویز. حالا من نمیدونم چرا طرف برنامه ایرانی میاد اسمشو میذاره نویز. نویز یعنی سر و صدا. مخصوصا کلمه نویز رو استفاده میکنن برای صداهای ناهنجار. حالا چرا گذاشته نویز شماره 9؟ لابد یه دلیل داره. بذارید من بیارمش رو 5:45. این 3:41، این 5:45. ببخشید که یک کمی حالا از اینجاش گوش بده. این صدا، اینم این قضی که داشتیم نداشتیم بپردازیم. آقای ریزداد با کدام شرافتمند است که در گوشه و کنار تهران مثل نظام آباد، مثل پل امامزاده معصوم، مثل میدان شوش، مثل دروازه‌وار برود
با کسانی که یک دستمال زیر سر دارند صحبت کند و بپرسد شما از کجا آمده اید، چی میکنید؟ میگویند ما فرار کرده ایم. میگویند ما فرار کرده ایم. از چه؟ از قرضی که داشته ایم نمیتوانستیم به پردازیم. اصلاح درزی درست است که قشر خود مالک را به وجود آورده، ولی در زیر حرکت طبقات این ماندنی نیست. فقط خب اینا بند خداها میدونید آرمانهای خوب، بزرگ، زیبا، و شاه اشتباه بزرگش این بود که این به نظرم میاد صدای گل سرخی باشه. اولا خب بازم اقلا یه دادگاه نمایشی گذاشتن، مثل این آخوندا طرف رو 2 دقیقه و 3 دقیقه اعدام نکردن، یا بعد که دادگاه گذاشتن چون مجاهدین حمله کردن نگفت برو از زندان بیار بیرون ببر بکشش تو صحرا و فلان، اینها کشتارای 67. اقلا از اون لحاظ میگم که آخوندا چنان واقعا جنایت کردن که مردم ایران میگن صد رحمت به کفندوز اولی. دلیلش این نیست که شماها بگید شاه خوب بود. اگه شاه خوب بود به آخوند منتهی نمیشدیم. اگه پدر یه خانواده خوب باشه زنه طلاق نمیگیره بره با یه کسی ازدواج کنه که این مرده که میاد به دخترش تجاوز کنه، به پسرش تجاوز کنه، معتادشون کنه. اینا رو باید یه سفر میذاشتن، میگفتن آقای گل سرخی شما که ایراد میگیری، اولا خب ما حالا میخوایم بشینیم فکر کنیم باید چه کار کنیم، آمدیم یه غلطی کردیم، نمیدونم انقلاب سفید را انداختیم که تنها احمقا هستن که تو کشور خودشون انقلاب را میندازن، مخصوصا کسی که سر قدرت باشه. و این شاه هم میگن این کندی و سیستم اون موقع گولش زد. آقا انقلاب یعنی چی؟ حالا چه انقلاب سفید باشه، چه انقلاب قرمز باشه، چه انقلاب خاکستری باشه. بله شما میگی گل سرخی بوده، منم دیروز تا این صدا رو شنیدم فکر کردم گل سرخی است و اون دادگاه معروف که کمونیست ما تو دادگاه میگه من مولایم نمیدونم حسین و مولایم علی. و یه دوستی داشتم من، آقای مهدی مشکل گشا، همکلاسی ما بود توی دبیرستان احمدی کلاس نهم، خیلی آدم با مزه‌ای بود و اونم از همون موقع کلش، چرا میگفتن کلش بو قرمه سبزی میده، اونم از اون موقع مثلا ما کلاس نهم حالا 6 سالمونم بوده رفتیم مدرسه 15 سالمونه، حرفای کمونیستی میزد. بعد میگفت که به فضل علی من میخوام برم کمونیست بشم. حالا شما ببینید چقدر اشکال داشت، یعنی این تئوریایی که اینا خونده بودن به هم منتقل کرده بودن چقدر در انتقالش ضعیف بودن که طرف حالا تازه ما رو هم میخواست مثلا ببره کمونیست کنه، ما اصلا هم نمیدونستیم کمونیست چیه. میگفت به فضل علی من میخوام کمونیست بشم، که من یه دفعه بهش به شوخی گفتم که تو برو کمونیست بشو بعد بیا برای ما تعریف کن، ما اگه خواستیم میای. چون تو ایران هر کی چپ بود انتقاد میکرد سیستم شاه بهش میگه کمونیست، چون خود شاه هم نمیدونست کمونیست چیه. در صورت آقا این کمونیست ها بالای سرمون بودن، یه اتوبوس میذاشتی 2 هفته یه بار این دانشجوها برن بیان نگاه کنن ببینن چه زندگیه، ببینن که زنا اونجا به فحشا کشیده میشدن برای اینکه یه جوراب مثلا استالایت، جوراب استالایت وقتا فکر کنم 1 تومن بود، 15,000 بود هم چیز. بله در هر صورت اینم از این، چون برای من فرستاده بودن من گفتم با شما شیر کنم در میون بذارم. و ممنون و متشکر از اون دوستمون، ببینیم که باقیش چیه. بله آقای امیر هوشنگ آریاپور درباره نیروی دریایی آینده ایران، این یه دوستی از ایشون آقای منصور عدل، آقای منصور عدل اگه اشتباه نکنم وزیر امور خارجه نه فرستاده ایران به چیز بودن، نه من باشون هم یه مصاحبه کردم دیگه اسامی یادم میره، یا یه بار یا دو بار مهمون برنامه ما بودن، کسی که در زمان هم شاه هم بعد در دوره اینها هم در سازمان ملل بودن.
با سلام و تشکر برای اطلاع رسانی های مداوم میخواهم نظر جنابعالی را به عنوان یک افسر تحصیل کرده و با تجربه در مورد سوال زیر جویا شوم. جمهوری اسلامی علارغم ددمنشی ها و سوء مدیریت ها و سایر ناکارآمدی های دیگر به نظر میرسد در کار ساخت تسهیلات نظامی و افزودن توان دفاعی به خصوص در نیروی دریایی کشور بسیار خوب عمل کرده است و این مهم را در سایه 40 سال تحریم همه جانبه به انجام رسانده است. این همان چیزی است که شما در قسمت سلاح ارتش به آن اشاره فرمودید. آیا با یک قضاوت منصفانه می توان پیشرفت های نظامی و علمی ایران را مورد تایید قرار داد؟ با احترام منصور عد. آقای آریانپور در پاسخ برای ایشون نوشتن که حضور محترم دوست گرامی و عزیز آقای منصور عد، با سلام و آرزوی سلامتی برای جناب‌عالی و خانواده محترم، در مورد پیشرفت کشور ایران در تولید صنایع تسهیلات نظامی باید به اطلاعاتم برسانم که در مواردی که رژیم اظهاراتی کرده است، چون واقعا اطلاع دقیقی در اختیار ندارم نمیتوانم اظهار نظری کنم، خاصه در مورد ساخت موشک هایی که پس از پرتاب تبدیل به چند موشک دیگر می شوند و یا در مورد ساخت هواپیماهای بی‌خلبان از نوع درون و یا تکنولوژی مربوط به اینترنت. آرزو می کنم که اظهارات رژیم همراه با حقیقت باشد، ولی در مورد صنعت کشتی سازی که شاید از اطلاعات بیشتری برخوردارم، شوربختانه اظهارات رژیم همراه با حقیقت نبوده و پس از سالها که مدعی بودند در شمال ایران مشغول ساختن یک ناوشکن می باشند، پس از یک سفر دریایی کوتاه در هنگام بازگشت به بندرگاه با سنگهای بزرگ موج‌شکن برخورد کرده و کشتی به زیر آب فرو می رود. از دید من این نشان دهنده آن است که حتی اگر ایران در ساختن کشتی پیشرفتی کرده باشد، ولی از لحاظ مراعات نکردن راه و روش و انضباط که مهمترین عامل انسجام یک واحد نظامی است، پرسنل نیرو دریایی هنوز اندر خم یک کوچه. دوست عزیز، بدون انضباط و عدم بکارگیری آن، خاصه در امور نظامی و صنعتی ایران، راهی برای پیشرفت نخواهد داشت. آنچه ژاپنی ها، چینی ها، آلمانی ها، کره ها، سنگاپور، هندوستان، اسرائیل و دیگر کشورهای صنعتی برای پیشرفت کشورشان به مرحله اجرا درآوردند، ایران نیز باید از آنها درس گرفته و از کودکی فرزندان وطن را در آن مسیر آموزش و پرورش قرار دهد، ضمن آنکه در ارجحیت یکم برای توسعه و تکمیل کمبودهای صنایع کوچک ایران قدم برداشت شود. ارادتمند هوشنگ آریانپور. میگه که بغل دست ما برلین شرقی بود، میرفتی اون طرف دخترها بلندت میکردن. اتفاقا من سال 2005 که اومدم یه ماشین کرایه کرده بودم و چون برلین بودم، برلین شرقی هم که حالا اونجا دیوار و فلان و اینها هم بود، رفتم و دیدم هنوز هم که هنوزه، با وجودی که از 20 سال میشه، نه 89 بود اینا دیوار رو ریختن پایین، هنوز اون بیچاره ها عقبترن و کلن فکر کنم باید یه 50 سال دیگه طول بکشه اون ماشینایی که دودش آدم رو دیوونه میکنه و اینا. و ماجرای دخترها بلندت میکردن، آقای اکبری دیگه خیلی تون نرو، حالا هرچی هم عکست مثل آقای شمعی زاده باشه، فکر نمیکنم به خاطر این چیزا باشه، به خاطر پول، چون پولی داشتین و اینها، میگفته خب بریم با این اقلا برامون دوتا آبجو بخره یا حالا مثلا نهاری شامی چیزی. و اینجوری چون من تو آلمان که بودم دیدم که دخترای آلمانی چجوری برای سربازای آمریکایی اون موقع سر دست میشکندن و روزگار غریبی است. خلاصه اینم از این، یخهای خونمونم بهتون نشون دادم. و اما بازار ملخ فروشی در عربستان، من تا حالا چندین بار گفتم، اینی که میگه نمیدونم این شعر از فردوسیه، همین بنده خدا آقای هادی خورسندی تا حالا چند بار از قولش شعرهایی ساختن که هی میاد می‌نویسه آقا من انقدر احمق نیستم که به دیگران توهین کنم، این اصلا این شعر مال من نیست، و خاک بر سر اون ترسویی که میاد شعر می‌نویسه اسم منو می‌ذاره زیرش.
درباره فردوسی اینا هم هست. خب شما میدونی یه مدت که شعر بخونی، همینجا کلاس طرف گذاشته بهت میگه که شما چند هفته بیا یادت میدن چجوری شعر بگی. همین آقای مسعود سعد که فوت شد، همین آش است همین کاسه، اینا همش بر وزن یه چیز دیگه‌ن. شما وقتی یک کتاب شعری بخونی، آخر کتاب شعره شروع میکنی خودت شعرهایی میگی که فکر میکنی اون شعر است، ولی کلماتش عوض کردی. به خاطر اینه که وقتی مثلا در حملات مختلف، در زلزله، در آتش سوزی کتابی از بین میره، بعد میگن آقا هر کسی میدونه بیاد بنویسه، کتاب اصلی 100 صفحه، وقتی جمع آوریش میکنن میشه 1000 صفحه، چون هر کسی 2-3 صفحه 2-3 خط شعر خودش اضافه تر میگه. در هر صورت ما هی میگن نمیدونم عرب ملخ خور، عرب موش خور، فلان، اینا بارها گفتیم. آقا خانم، بشر در هر زمانی در هر منطقه‌ای که بوده برای اون ماجرای راز بقا یا چی میگن که زندگی رو ادامه بده، مجبور بوده یکیش چمن میخورده، یکیش برنج میخورده، یکیش گوشت میخورده. اونی که یه جایی بوده که یخ زده بوده، نمیرفته برنج کاشته نمیشده که، میرفته یه حیوانی رو میگرفته میآورده تو غار، حالا یا خام خام میخورده یا میپختتش. شما امروز نمیتونی به اون بگی این حیوان خوره. آقا من خودم یه سالی یادمه توی شیراز طوفان آمد پر از ملخ بود، و این ما که فکر کنم کلاس سوم چهارم بودیم، یادمه کلموشی بی بی دخترون اینجا اونجا خونمون بود، میرفتیم روی پشت بوم و شما یک کیسه اینجوری میگرفتیم ملخ پر میشد. بعضی از بچه‌ها یاد گرفته بودن این ملخ‌ها رو بو میدادن توی مایتابه کباب میکردن، مثل برنجک، مثل چیزای دیگه، و میخوردن. البته بعضی‌هاشون میگفتن این بخور برای زانوت خوبه، خیلی برای فوتبال خوبه، فلان اینسا. شما طرفای لار و لامرد و اینجاها که میری، حالا میدونم یه چیزایی بود بهش میگفتن معوه، ماهیای کوچولویی بود که از بس کوچیک بود اینا رو با سر و دم و پوست و همه چی شما میخوردی. ولی یه جایش هم بود اون چیزایی که میفروختن واقعا مثل ملخ بود. پس اینقدر هی مسخره نکنیم که چیزه. بله، میگی به خاطر یک پاکت قهوه. خب اینو شما داشته باش، من این فیلمو بهتون نشون بدم که این دوستمون فرستاده از خلیج فارس و در بازار میگه که چجوری ملخ میفروشن و اینها. خب همینجا پای قورباغه، همینجا اون یکی دیگه چیه تو شیراز بهش میگفتن کلنجار، خرچنگ، نوعای مختلف، خرچنگ مریلندی، خرچنگ مین که بهش میگن پای بلندی داره و اینها. عادی میشه، وقتی عادی میشه به نظر خیلی عجیب نمیاد. بذارید این فیلم رو من بیارم بالا که قشنگ بازار هست و متاسفانه حالا یا این فیلم رو برای اینستاگرام گرفتن یا طرف مثل من تنبل، دوربینشو تلفنشو عمودی گرفته. با هم ببینیم و برگردیم. كم هذا يا ابو؟ على كم الحشرات يا عم؟ 90 يا ابو. حشرات يا عم. حشرات يا عم. حشرات. وادم ذولي. جراد. كم الربع وشو؟ وش حشرة؟ الا حشرة. بله، ملخ‌های زنده در این کیسه‌های توری، خودش هم داره میگه حشرات. وين هذا؟ هذا وش يسمى؟ اينا هذا. اگه اشتباه نکنم یه جایش هم میگه که این ملخ‌های اسرائیلی هستن، لابد مثلا بزرگن، گوش دارن، گوش دار نه گوش. بله، یک عکس دیگه هم برامون فرستاده دوستمون، میگه مثل این که چوپان رو اینها انداختن در این دیگ و منتظرن که بپزه. خب همیشه که نمیشه چوپان بیاد یکی از بوزا و براه رو برداره بندازه توی دیگ. این بوزها که اینجا نشستن، یکی هم رفته رو سر دیگ نشسته، نوشته که فکر کنم چوپان رو انداختن در دیگ آب جوش
و منتظرم تا بپزه. و اما میگه که امروز داشتم رساله میخوندم به این نتیجه رسیدم که اگر انسان دستگاه تناسلی نداشت، تمام این چند صد صفحه رساله رو شما میتونستی در یک کاغذ آچار، کاغذ آچار اندازش به انگلیسی میشه 8x11، یادم رفته الان دیگه، اون وقتا میلیمترش هم میدونستیم چقدره به فارسی. بعد میگه که اگر در رابطه با آلت تناسلی نمیخواستن صحبت کنن، قوانین شرعی اسلام توی یک برگه آچار جا میشد. میگه که از یکی پرسیدن که خروس شیعه است یا سنی، فرمود اگرچه خروس در 5 وعده از آن میگوید و به نظر میرسد مسلمان پایبندی است، در نتیجه سنی است، ولی چون هر نیم ساعت یک مرغ را سوار می شود و صیغه می کند، قطعا شیعه است. میگه که معاونت دامپزشکی حوزه علمیه قم. اینم ممنون از دوستی که فرستاده. خانم طنازی میگه در یک سالن نمایشگاه عرب‌های منطقه روی میز درازی ماکت میوه‌های گوناگون را چیده بودند و کمی دورتر خیمه زده بودند. مرد عرب توضیح داد که ما دیگه از این میوه‌ها می‌خوریم، در خلیج زندگی می‌کردیم ولی حالا دیگه همه چیز عوض شده. بله، خب خود ما، شما همین آمریکا تا چند سال پیش خیلی میوه‌ای که الان هست، انار و فلان اینها نبود و الان اینجا آوردن و دیگه اصلا مرزها از بین رفته. دیگه با این وسایلی که میتونن گلخون درست کنن، دیگه اینجوری نیست که شما اگه میخوای جهرم باید نمیدونم چی داشته باشه، لیمو داشته باشه، ساوه باید انار داشته باشه، کرمان باید خورما داشته باشه. شما میرید تو خونه طرف، میبینی یک کناری یه بخاری روشن کرده، هوای اونجا رو کرده مثل کرمان، یه دیگه یه نخل هم گذاشته، نخله اینقدر ولی اینقدر خورما میده. یعنی بشر اونجوری که دلش میخواد استفاده میکنه و این چیزها رو به میل و رغبت خودش و به درخواست مارکت، بازار چی بخواد، همون عرضه و تقاضا. میگه افشای کمک مالی فرقه رجوی به حزب راستگرای افراطی اسپانیا در مطبوعات این کشور، سازمان مجاهدین 800 هزار یورو به الخویدال کوادروس نایب رئیس سابق اسپانیایی پارلمان اروپا داده است. این خبر رو آقای قربان علی حسین نژاد فرستادن که ایشون رو میتونید در فیسبوک دنبال کنید. و اما میدونید که یک هواپیمایی که من اون روز گفتم هواپیمای توی زمان جنگ، هواپیمایی بوده که مسئول سوخت رسانی به اون جت‌های جنگی بوده، بعد تغییرش دادن و بعد حالا نمیدونم برای چه کاری ازش استفاده میکنن، ولی گویا در کرج که دو تا فرودگاه نزدیک هم هست و تا حالا چند بارم اشتباه شده، یه فرودگاهش برای هواپیمای کوچیکتره، یه فرودگاه برای هواپیمای بزرگتره با رانوی طولانیتر، ولی تا حالا چند بار خلبانا اشتباه نشستن. اینجا گویا چندین نفر از این ارتشی های بیچاره از بین رفتن توی اون تصادفی که اتفاق افتاده و ما ایرانیام که فوری دسیسه و اینا. اینجا یه اتفاق که میفته، میگه هواپیما امروز افتاد، دارن دنبال جعبه سیاه میگردن، تازه اگه جعبه سیاه پیدا بشه 6 ماه طول میکشه تا ببینن چه خبره اینا. ولی ما ایرانیا یادم سالها پیش یه هواپیمای از مهرآباد بلند شد، رفت بود خورد به یک ساختمون 10 طبقه ای و اینجا یه نفر، یه مادری مثل همسن مادر من داشته آش میپخته توی چیز، زنگ میزد به تلویزیونی میگو مادر جون من میدونم چی شده، اینا سپاهی ها دعواشون شده با هم، حالا اونا رو ریختن پایین. خب این اینجوریه. حالا اینجا عکسی گذاشته که عکس این ارتشی هاست، براتون میخونم، نمیدونم دقیقا مال همین هواپیماست یا هرچیه. این تاریخ 16 ژانویه است، امروز 18، این مال 2 روز پیش هست و میگه که با درود
از دست دادن ارتشیان شریف کشورمان را به ملت بزرگ ایران و خانواده های این عزیزان تسلیت عرض می‌کنیم. جا دارد بپرسیم چرا ارتش برای خرید یا حمل گوشت من نمیدونستم که این هواپیما برای حمل گوشت رفته بوده یا برای خرید گوشت. احتمالا اون کسی که اینو نوشته میدونه. حالا ببینیم که کی نوشته. این آقای علی زرابی فرستاده، ولی نمیدونم کی نوشته، باید اسمشون رو پایینش بخونم. بله، میگه همه میدانیم سپاهیان اکثر خریدها و واردات کشور را انجام داده و میدهند، اما این بار برای خرید گوشت از ارتش استفاده شده. آیا وظیفه نظامیان خرید گوشت است یا دفاع از میهن و مردم شریف ایران؟ آیا لازم بود برای خرید یا حمل گوشت به این همه نظامی مأموریت داد شود؟ مگر این گونه خریدها خرید از بقالی سر کوچه است که اشخاص راهی شوند و خرید کنند و با خود آن خرید را حمل نمایند؟ خب ایشون سوالایی که میکنه خودش هم معمولا جواب میده. نوشته های اینجوری، یه آقایی نوشته به نام مرداویچ زیاری، حالا اینم از همون اسمای کاوه آهنگر و اینایی هست که تا 40 سال پیش معمولا نداشتیم، همه حسین، علی، رضا اینجوری بود، حالا همه شدیم کاوه آهنگر و نمیدونم اون یکی دیگه چیه. بماند جمعیت خرد پیشگان ریشه‌ای ایران. شما میشناسید همچین کسی رو؟ آقای مرداویچ زیاری، جمعیت خرد پیشگان ریشه‌ای ایران رو شما میشناسید؟ من نمیشناسم. بله، ببینیم که چی نوشته. آخرش نوشته سقوط این هواپیما بسیار مشکوک به نظر می آید. امیدوارم هر چه زودتر این مسئله روشن شده. چرا این همه ارتش شریف کشور که وظیفه آنها مسائل نظامی است را باید به خاطر گوشت از دست دهیم؟ ملت شریف ایران حاضر است گرسنه بماند، اما نظامیان خود را آقا از طرف مردم حرف نزن. این چه مزخرفاتی که شما میگی؟ شما از کجا میدونی که حالا اینم مثلا یه سپاهی خریده برای که رو پوش چی میگنه سرپوش بذاره رو کسافت کاریاشون، مثلا آمده اینقدر ارتشی رو فرستاده علکی همینجوری آیدان رو واقعا من نمیدونم چی میگم. بله، میگه خرید را شرکتی در کشور سوم که تحریم نیست باز دارم میگم از این بر سوال میکنه، از اون بر تمام سوالا رو خودش جواب داده. حالا من سعی میکنم با این آقای مرداویچ زیاری تماس بگیرم، بگیم که آقا بیا برای ما بگو ماجرا چیه. و اما ارتش آینده ایران که من نوشته های آقای آریانپور رو خوندم بارها و دیدم که نظر ایشون درباره ارتش اینه که ارتش شاهنشاهی ایران به اصطلاح چارچوبش، فریمش، پایه و اساسش غلط بود. وقتی که 70% ارتشیان از اونجا میگفتن وظیفه باشن و کادر دائم نباشن و وظیفه ها افرادی باشن که دلش میخواد از پادگان در بره به هر بهانه ای، خب این میشه. اون 30% هم که چند تا جنگ تا حالا داشتیم، چه از زمان رضاشاه چه از زمان آقای محمد رضا پهلوی، ارتشیا همیشه نشون دادن که اونجوری که توی رژه ها میرفتن و ادعا میکردن ما پنجمین ارتش جهان هستیم، بادی بیش نبوده. اینجا بهشون میگن ببر کاغذی. چرا ببر کاغذی؟ یعنی اگه باد بیاد کاغذ میبردشون، اگه بارون بیاد خیس میشن، مچاله میشن. سوال من از حزب سکولار دموکرات ایران این است، منظور شما از ذکر رژیم اشغالگر ایران چیست؟ چگونه این رژیم در 22 بهمن 1357 بدون حتی پرتاب یک تیر تفنگ رژیم سلطنتی پهلوی را اشغال نمود؟ ملت ایران به هر دلیلی که بود رژیم پهلوی را نخواستند و کاری نداشتند که چه رژیمی جانشین آن خواهد شد. آیا شما
این را رژیم اشغالگر مینامید. این همینه که من اون روزم تو برنامه گفتم آقا هی نگید این اجنبی ها، اینا خیلی هاشون از من و تو ایرانی ترن. میگی نه اگه بیای دی ان ای بدی اون وقت متوجه میشی. این همونه، کنفرانس بین المللی ورشو و افزایش فشار بر رژیم اشغالگر ایران. این کنفرانسی است که این آقای پامپو هی اینور اونور داره میره و داره یک کاری میکنه به کمک اسرائیل بتونن بدون اینکه آمریکا سرباز، اینجا میگن پوتین، رو خاک ایران بذاره، به اصطلاح ایران رو از پا در بیارن. شما میدونی وقتی که بری با کشورها بزنید یه نقشه‌ای که بیس ها یا پادگان های آمریکا رو تو دنیا، مخصوصا تو خلیج فارس، مخصوصا اطراف ایران بهتون نشون میده و ببینید چه خبره و اینا چجوری 40 سال دوام آوردن. هیچ چیز نیست به غیر از این که آمریکا و اروپا دروغ میگن که میگن ما با آخوندا نیستیم. آمریکا که از روز اول، ببخشید، از قبل از روز اول با آخوندا بوده، ولی بیچاره حمزه پور دیوانه که دل به ترامپ خوش میکنه که ترامپ میاد میگن به من زنگ زدن آقا بیا بریم داد بزنیم، مثل که ما صدامون بلنده، بیا بریم داد بزنیم، ترامپ از خونش بیاد صدای ما رو بشنوه، بره حمله کنه. میگم آقا دیوانه ای، حمله کنه برای چی؟ حمله کنه که یه حکومت خوب بیاد اونجا نفت بفروشه بشکه $300؟ برو مردک. خب کسی خبر از این حمزه پور دیوانه داره؟ دکتر نمیدونم چی حمزه پور، اینا مریضن، دکتر نیستن. اواسط ماه فوریه یک کنفرانس بین المللی درباره آینده و امنیت خاورمیانه در شهر ورشو پایتخت لهستان برگزار خواهد شد. اینم عکس، و اینم عکس قشنگی هم هست، اجازه بدین بله نشونتون بدم کامرای دو. بله لهستان اون میشه پولند، نه؟ ما وقتی آلمان بودیم خیلی لهستانی اونجا بود، همون ماجرای لخوالسا و این چیزا هم بود دیگه همون موقع، نه؟ یا تاریخو دارم اشتباه میکنم؟ خب دوستان عزیز، ساعت 2:51 است و ما چون امروز از ساعت 1 شروع کردیم، یه 10-15 دقیقه دیگه میریم و با شما خداحافظی میکنیم و برای شما آخر هفته خوبی آرزو میکنیم. این برنامه رو شما هم تلویزیون مردم میتونید برگردید از اول نگاه کنید، هم تا یه نیم ساعتی بعد از برنامه روی یوتیوب قرار میگیره به عنوان بایگانی میتونید نگاه کنید، هم روی فیسبوک شخصی خودم، هم روی فیسبوک مردم تیوی باقی میمونه تا روزی که اونا برش دارن، ما بر نمیداریم. افشای کمک مالی هم خوندیم، از دست دادن ارتشیان هم خوندیم، نیروی دریایی آینده ایران هم براتون گفتیم، و اما ماهواره ایرانی پیام کجا سقوط کرد؟ اون خبرنگاره که با آب و تاب داره توضیح میده و اینا، این پدر ما رو این تقلید و این دروغا کشت. میگه خلق را تقلیدشان برباد داد، از این رادیو تلویزیونایی که شلوغ میکنن و نمیدونم ماهواره پیام صدای نمیدونم حقانیت ما را به کرات دیگر خواهد برد. گویا این ماهواره رفته بالا. اولا کل ماهواره وزنش 100 کیلو، نه 100 تن، 100 کیلو بوده. بعد وقتی ماهواره میره بالا، تا اونجایی که من یه دفعه یه ویدیوی 3 ساعته دیدم درباره ساتلایت و اینها، به این صورته که وقتی میره توی اوربیت، اون جو و اون مدار، اونجا باید با یه سرعت به خصوصی بچرخه. اگه با یه سرعت به خصوصی چرخید، مثل اینایی که اون وقتا آتش گردون یادتونه، اگه بلد بودی اینو میچرخوندی شما اونجا این جرقه ها میپرید خیلی خوشگل، و اگه بلد نبودی سرعتت کم بود چی میشد؟ اینجوری که میبردی بعضی وقتا میریخ رو سر پکالت. حالا گویا این آتیشگردون آخوندا هم این پیام وقتی رفته بالا، اگه سرعتش زیاد باشه از دستمون در میرفت یا اصلا جدا میشد اون چیزه، که اینه بعض وقتا این ماهواره ها وقتی میرن بالا سرعتشون زیاده، از اون
خطی که میخوان اوربیت که بهش میگن میره بیرون و میره تو کهکشان ها. اگه سرعتش کم باشه میفته پایین، گویا افتاده پایین و اینا نتونستن پیداش کنن. حالا بعدن معلوم شده که توی اقیانوس هنده. ماهواره ایرانی 300 ثانیه در مدار زمین ماند. اینا نمیخوان بگن 5 دقیقه، میگن 300 ثانیه، چون خجالت میکشن. من اینجا براتون اینو نشون بدم و با هم بخونیم که ماهواره ایرانی، حالا آخوندا با این ماهواره میخواستن چه کار کنن. بله، ماهواره ایرانی پیام کجا سقوط کرد؟ اینم عکسشه، سازمان صنایع فلان اینها. بعد میگه وزیر ارتباطات ایران نخستین کسی بود که به طور رسمی در حساب توییتریش خبر داد که ماهواره پیام در مدار قرار نگرفت. پس از آن این سوال مطرح بود که اگر ماهواره پیام در مدار قرار نگرفته به کجا رفته و تکلیف این ماهواره چه شده است؟ آیا ماهواره پیام منفجر شده یا اینکه جایی در گوشه ای از کره زمین سقوط کرده؟ وزن ماهواره پیام به گفته کارشناسان کمتر از 100 کیلوگرم بوده. حالا میتوان پاسخ این سوال را از لابلای سخنان رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر و مدیر کل توسعه فناوری سازمان غذایی پیدا کرد. احمد معتمدی رئیس دانشگاه امیرکبیر به ایرنا گفته ماهواره پیام به طور کامل در اقیانوس هند سقوط کرده است و منفجر نشده، زیرا در مدار اصلی قرار گرفت. اگر ماهواره با سرعت لازم و زاویه صحیح در مدار قرار نگیرد و کار اصلی خود را انجام ندهد، مثل دیگر ماهواره ها به سمت پایین سقوط می کند. این هم همین. در صورت بعدش هم میگه که ماهواره ایرانی 300 ثانیه در مدار زمین ماند. در همین حال مجتبی سرادقی مدیر کل توسعه فناوری و سازمان فضایی به ایسنا گفته است اگر ماهواره به سرعت مورد نظر نرسد سقوط میکند و به زمین میافتد و اگر از سرعت لازم بیشتر باشد از مدار خارج شده و به سمت سایر سیارات میرود. ماهواره پیام به سرعت لازم نرسید، این ماهواره سقوط کرد و محل دقیق سقوط آن را نمیتوان اعلام کرد، ولی بر اساس محاسبات احتمال دارد که این ماهواره در اقیانوس هند سقوط کرده باشد. ماهواره ایرانی 300 ثانیه در مدار زمین ماند. رئیس دانشگاه دوباره بله، پیام میتوانست 2 سال در مدار بماند. این هم این ماجرا. و اما یه عکس بهتون نشون بدم که این ترامپ چیز به اصطلاح و تعطیلی 28 روزه آمریکا چه بلایی به سر مردم اینجا آورده. این یکی از صفهایی هست که اینجا برای که برن توی دی ام وی، یعنی اداره راهنمایی و رانندگی، ببینید چه صفی، جایی که قبلا شما میرفتی تا وارد میشدی یه کاغذ بهت میدادن و میگفت مثلا میشنستی 45 دقیقه یه ساعت نوبتت میشد، بستگی به کارهایی که داشتی، به نوع کارت. اگه میخواستی سند بگیری مثلا بیشتر طول میکشید، ولی اگه میخواستی بری فقط نمرت رو تجدید کنی، یه استیکر یا یه دیکال کوچیک بهت بدن، فرق میکرد. و اما تیمور بابایی، این بود که دوستان نوشته رو گفته بود دوستمون آقای رجبی، لطفاً در برنامه اگر صلاح دیدید بخوانید و چنین و چنان، این رو دوستان فرستادن از کانون آوا و نوشتن تا آنجایی که میدانیم تیمور بابایی ستوان ارتش بوده و جزو مفقودین جنگ میباشد. مجاهدین حاشا میکنند که پیش آنهاست، حتی در مقاله‌ای این موضوع را رد کردند. حالا ببینید تو مقاله‌ای که خواستن اینو تکذیب کنن، یه عکسی انداختن که اون عکس خیلی شبیه این آقای بابایی هست، ولی جواب اون دوستمون، دوست عزیز ما، پرسیدیم و اونها هم جواب دادن،
به نظر میرسه که کسی خبر دقیقی نداره، چون متاسفانه طرفا دو تا دروغگو هستن، یکی حکومت جمهوری اسلامی که سر تا پا دروغ، یکی هم مجاهدین که پا تا سر دروغ. این هم از این جنایت های پنهان یک رژیم پا به گور علیه مجاهدین. قسمت چهارم اینجا توضیح میده که نمونه چهارم این بار، ببینید این دو عکس رو با هم ببینید، مخصوصا دماغ و سیبیل و اینها، و اینه میگه که این عکسیه که تصویر یکی از مجاهدین در سیمای آزادی توی به اصطلاح عکس گرفتن و با این عکس که مقایسه میکنن میگن یکیه، حالا به نظر شما، ولی چیز میگه نه این نیست. خب اگه نیست بگید این کیه، این آقا کیه. اینم جواب اون دوستمون که دنبال دوست و فامیلشون میگردن و ای ننگ و نفرین هم بر دیکتاتورها هم بر سازمان مجاهدین و سازمانهای دیگه که ندانسته رفتن و این آخوندها رو به قدرت رسوندن. آخوندها هم به جای رسیدن که الان نه راه پیش دارن نه راه پس، شدن صمد آقا، نه در قربت دلشون شاد و نه روی در وطن دارن. این هم نامه آقای مرتضوی appealing to President Trump about Iran sanction. آخه من نمیدونم آقای مرتضوی با این همه سابقه ای که در آمریکا داره، با این همه سابقه ژورنالیستی که داره، این نامه چیه؟ حالا دست به دامن شده به به ترامپ. بله، این هم یک جمعه است، یک کمی براتون جوک بخونیم که حقیقته. میگه که هموم رفتن ما توی دوران بچگی، نوستالژی یعنی خاطرات خوب گذشته. میگه اولش میرفتیم تو همومی که نه آب سردش معلوم بود نه آب گرمش، یهو آب میشد 20 درجه زیر صفر و یه وقتا هم 70 درجه بالای صفر. بعد مادر گرامی با شامپوی پاوه تخم مرغی چنان میافتاد رو سرمون که تموم سلولهای مغزمون 4 سانت جا به جا می شد. هر چقدر هم جیغ و داد می کردیم انگار نه انگار. بدترین مرحله وقتی بود که با اون کیسه کلوفت و زخیم با روشور، روشور رو تو شیراز می گفتن سفیداب که ما می گفتیم سافتاب، سفیداب یه چیزی بود از پی و اینا درست می کردن و خود همون سفیدابه اینجوری میشد، میگفتن ببین چه چرک داری میاد، حالا دیگه سلولای مرده هم که جای خود داشت. بله، بدترین مرحله وقتی بود که با کیسه کلفت زخیم با روشور میافتادن به جونمون، خدا شاهد 2 لایه از پوستمون کنده میشد و تازه مامانمون فکر میکرد چرکه و بیشتر ادامه میداد بماند. اون وسط یه کتکی هم میخوردیم که چرا اینقدر وول میخوری؟ اصلا وول نمیخوردیم، ما شدت فشار کیسه کشی ما رو این ور اون ور میکشون. آخ موقع سنگ پا زدن که دیگه هیچی، دقیقا بعد از هر بار سنگ پا زدن 2 سانت از قدمون کوتاه میشد. وقتی هموم تموم میشد کلی لباس تنمون میکردن و یه یقه اسکی هم روش، بعدش از شدت خستگی و درد خوابمون میبرد. تازه حالا میگفتن آخه نگاش کن تمیز شد چه راحت خوابیده، نمیدونستن که ما بیهوش شدی. خانم تنازی میگه من از کیسه متنفرم. خانم اینجا کوریا و اینجا مراکشیا حمام درست کردن، چه پولایی میگیرن که شما رو همین کیسه بکشن، چه پولایی میگیرن که شما رو لیف و صابون بزنن. و خیلی چیزا که اون موقع بدمون میمد، مثلا همین جوشونده و خاکشیر و اینها، الان چه پولای گزافی میدیم که بتونیم یه انقدرشو گیر بیاریم و بخوریم. بشر همیشه همین بوده و هست، هر چیزی که دم دستش هست قدرش رو نمیدونه. و اما من چون با این جویش Voice for Peace یعنی صدای کلیمیان برای صلح و دوستی سالها هست که اسم نوشتم و نامه هاشون برام میاد، این نامه به نظرم جالب آمد. میدونید که یه شرکتی هست به نام Airbnb، چند تا بچه میرن مسافرت، جاگیرشون نمیاد یا پول نداشتن هتل بگیرن، خلاصه یا میرن یه هتلی، هتل بهشون میگه که مثلا شما پول 2 نفر دادین،
میگه خب ما 4 نفریم، میگه خب بیا این کیسه بهتون میدم، کیسه های خواب، یا بخوابین روی این دوشکایی که باد میکنن، air هوا، B&B بدن بریکفست. بعد اینا میگن چه فکر خوبی، ما اینو به یه شرکتی تبدیل کنیم، هر کسی تو خونش یه اتاق زیاد داره، حتی اتاق نداره، این پایین تختش و اینا، که این شرکت و سازمان بزرگی شده الان Airbnb. ولی اینو گوش کنیم، میگه فلوریدا برند نیو گورنر، فرماندار جدید فلوریدا چون طرفدار اسرائیله و اون شرکت Airbnb گفته ما در اسرائیل چون باور داریم اسرائیل زمینهای مردم فلسطین رو غصب کرده، ما حاضر نیستیم خونه های غصب شده توسط اسرائیلیا رو به مردم دنیا اجاره بدیم و اونا بیان اقتصاد اینا رو ببرن بالا. از این ور فرماندار فلوریدا میگه که خب ما هم نمیذاریم شما اینجا پول بسازین. بعد یقشو گرفتن، میگن تو نمیتونی یه شرکت خصوصی رو با به اصطلاح کارای دولتی چیز کنی، تنبیه کنی و اینها. و اما ما گفتیم که شوهر عممون فامیلیش رستاخیز بود و این رستاخیز هیچ کاری به حزب رستاخیز نداشت، بنده خدا از قدیم الایام فامیلیش رستاخیز بود، اتفاقا بعد از اون ماجرای حزب رستاخیز و اینا هم پسرعمه من هم شوهرعمه من خیلی بدشون میمد که حالا فامیلیشون با این حزب رستاخیز عجین شده. و اما آقای داریوش احمدی که دکتر هستن و توی برلین آلمان هستن و مهمان برنامه ما هم بودن و اون روز هم راجع به جبهه ملی صحبت میکردیم و اینها، نوشتن حزب رستاخیز کجا رفت. برای من نوشتن آقای سوربی گرامی، در تمام کشورهایی که حکومت‌هایشان بر افتادند و تک حزبی هم بودند، حکومت‌های جدید این احزاب با تغییراتی فعال شده و یا دولت را تشکیل دادند و یا در دولت شریک شدند، مثل رومانی، آذربایجان، شوروی، بلغارستان، مجارستان، آفریقای جنوبی و افغانستان و سایر کشورهای بلوک شرق. حزب رستاخیز کجا رفت؟ کجا بودند جیرخواران و طرفداران میلیونی، طرفداران رژیم سلطنتی در فراخانی که روانشاد دکتر بختیار داد و خواست تا طرفداران مشروطه سلطنتی در تظاهراتی در تهران خود را نشان داده و بدین وسیله پشتیبانی خود را از رژیم شاهنشاهی اعلام کنند. آقا بدتون نیاد، این آقای دکتر شاپور بختیار چوب دو سر طلا بود، نه میلیون دوستش داشتن نه طرفداران پادشاهی، چون میلیون فکر میکردن که اینم باید مثل اون دکتر صدوقی بود، کی بود نمیرفت با شاه چیز کنه تا شاه کاملا و صریح فرو میپاشید و جمهوری میشد، از اون ور طرفداران پادشاهی هم میگفتن نه آقا اینو مجبور شدن، حالا فامیل فرع بوده و به زور فلان اینا. این بود که هیچ کس به ندای هل من نصرن نصرای این کسی نیامد تو خیابون، و این بود که جبهه ملی اصلا شاپور بختیار رو خائن نامید. و من تعجب میکنم شما نمیتونی هم طرفدار شاپور بختیار باشی هم طرفدار جبهه ملی و هم امروز سوال کنی حزب رستاخیز کجا رفت. حزب رستاخیز اگه یادتون باشه میگفتن حزب رفتابیخ، حزب حلقاویز، و حزبی که یک همچین اسمایی با خودش بیاره این اصل نیست، این پایه و چیزی بین مردم نداره، ریشه‌ای بین مردم نداره، و الکی از ترس به زور چاپلوسی مردم میرن اسم می‌نویسن. فردا اون کشورهایی که شما مثال میزنی اونا با حزب بزرگ شده بودن، این که دو تا حزب بوده، حزب ایران بوده، حزب ایران نوین بوده، همش هم مال شاه بوده و مال هویدا بوده و بعد گفتن نه آقا دوتام نمیخواد همش مال من باشه، این یک چیز پوشکی چی میگن یک پفکی بی خود، واقعا هم کلمه پوشکی هم بوده، با یه جیش بچه با بندازیش دو. و این شد بله، میگه که با شرکت فقط 30,000 نفر در مقابل تظاهرات میلیونی خمینی تاریخ دوران شاهنشاهی را به دست خود بستند و کمر بختیار دولت او را شکستند. کجا بودند خانواده های پنجمین ارتش جهان؟ آقا
ارتش جهان 70% وظیفه بود، 70% از خداشون بود که ارتش تعطیل بشه. بعد شما ارتش ایران سابقش رو بخون که هم دوره رضا شاه ول کردن پادگان ها رفتن، هم دوره خمینی و شاه هم این ماجرا. و اما حال جای شرمندگی است جبهه ملی را که نه تنها ممنوع بلکه مورد خصم رژیم اعلی حضرت بود مقصر بدانید که اگر با دولت بختیاری همکاری میکرد چنین و چنان میشد. نه، همین سلطنت طلب شما که میلیون ها نفر با تمام امکانات مادی و نظامی بود. ببینید شما داری به سلطنت طلبا میگی بیاد از شاپور بختیار حمایت کنه، موقعی که دوستان خودتون جبهه ملی از بی انصافی کجا؟ و تازه شما میگی جای شرمندگی است. شرمندگی برای اونها، اینا که دشمناش بودن، یا شرمندگی برای جبهه ملی و اعضای جبهه ملی؟ من فکر نمی کنم جبهه ملی با این برنامه ششمش و اینها به جایی برسه و فکر کنم باید اصلا چی میگن بیا طرحی نو براندازی. خب باد زیاد شد برد حزب رو، بفرمان. این بلایی هست مانی خورسندی، مثل که طنز تو خانواده اینا هست، میگه که حزب زورکی، حزب باد، این آقای دکتر احمدی دارن جوابت میدن. فکر کن آقای خورسندی از انگلستانه، آقای مانی خورسندی میگه حزب بادی. خب باد بردش دیگه. بعد شما انتظار بیش از حد داری، شما انتظار داری از اعضای مشروطه و اینا که حالا ترسو بودن، همه اینایی هم که دوربر شاه بودن به خاطر منافعشون بودن، و وقتی دیدن شاه نزدیکترین یاران خودشو انداخت تو زندان، اونایی که نزدیک بودن وحشت کردن، اونایی که دور بودن گفتن آقا وردار در رو، ورداشتن و در رفتن عین خود شاه. خانم فرح میگه ما رفتیم برای معالجه، بعد توضیح میده که جواهرها، آخه پدر سوخته دروغگو، شما برای معالجه که میری صندوق صندوق جواهرات و تابلوهای نقاشی تو اینا رو برمیداری میبری با خوده. خراب بود آقای احمدی، خراب بود، خرابتر شده. فکر نکنید ما اگه میگیم شاه بد بود خراب بود خدای نکرده میخوایم این احمقا رو تایید کنیم، میگیم آقا خراب بود خرابتر شده، ولی بیاین با هم دلمون از این خرابی ها بود خوش. خرابی تا بدانجا کاباد میگرده. ونکوور نه انگلستان. آها خیلی ممنون، پس داداشتون انگلستان هست، من فکر کردم شما اونجا هست. خب حال جای شرمندگی است و نظامی بودید و دامان استبداد اسم منفورتری را پرورش دادید و ملت خود را به این بدبختی گرفتار کردید. با درود و آرزوی تندرستی داریش احمدی. من نمیدونم، ببینید شما بالاش نوشتید آقای سربی گرامی، بعد منی که اصلا جزو حزب ملی، جزو حزب رستاخیز نبودن، به خاطرش همین آمدن من و داداشم و اینا رو هم گرفتن، بعد ما رو مورد سوال قرار دادین، بعدم پایینش گفتید که شما که نظامی بودید. آقا من اگه مأمور حکومت نظامی هم بودم، من وظیفه بودم و وظیفه‌ام بهتون گفتم. حالا متاسفانه برخورد کردیم با این ایامی که رفتن شاه و این بود و اون موقعی که شاه ترسو، حالا که شما شاه اللهی نیستی، ما به اونایی که شاه اللهی هستن میگیم اون موقع وقتی که فرمانده نیروهای سگانه فرار کرده بود، من سربازی که حقوقم نداشتم وایساده بودم و تا آخرین روزش هم وایساده بودم و صبح انقلابم وظیفه خودم انجام دادم. آقای سروان محمدی و سرهنگ فرنود احمدی رو ما نجات دادیم که اینایی که عصبانی بودن تیک تیکش نکنن. این تو هوابرد 55 شیراز هم احتمالاً هست و چیزی هم نیست که به یکی بگیم بابت این بیاین $100 رو ما بدید. کاری بود که ما فکر کردیم که این بیچاره ها هم ندانسته، مثل اون آقای رحیمی بود، کی بود قسم خورده بود به شاه و تخت، این مملکت شاه و تخت، یکی میاد میزنه میبره، نادر میره مال هندوستان میاره، اون نمیدونم تیمور لنگ میاد مال ایران میبره، اون کی مال چین کی بوده مغوله میاد مال فلان میبره. مملکت و مردم، نه شاه و تخت، بدبختا قسم عوضی خورده بودن و چون سوادشون کم بود، دانش اجتماعیشون کم بود، رو اون قسم وایسادن و جانشون از دست دادن. حالا شما میگی حتما اونایی که مثل قلباقی و اینا
امضا کردن اونا خوب بود، جان سالم به در بردن، اویسی و فلان اینا، من نمیدونم از نظر شما کدومش خوبه، اونی که بگی بله من قسم خوردم و وایس اعدام بشه، یا اونی که امضا کنن نامه بنویسن به آخوندها که آقا ما برای ایران بودیم، ما کاری به شاه نداریم، و بعدم دیدید در جنگ و اینها شرکت کردن، نه اون رده های بالاش، چون آخوندها انقدر زرنگ بودن که فوری رده های بالا رو گفتن فعلا شما برو یا استعفا یا بازنشست و فلان و اینها. در هر صورت گیله مرد هم آمد، یک گیله مردی داشتیم نوشته های خیلی قشنگی می نوشت، نمیدونم شما همون هستی یا نیستی، در هر صورت سلام میکنیم به شما که گیله مرد هستی، اهل گیلانی، و این گیلانی و مازندرانی ها دعوای گیلان و مازندران که چقدر بهشون بر میخوره، به یکی مثلا مازندرانی شما میگیم مال رشتی، نه من مازندرانم، آقا ما بلد نیستیم، ما چون جنوب بودیم به همه شما میگفتیم شما، همه تون هم درسته، میگفتیم اینا شمالی هستن. در هر صورت دوستان دعوا نکنید، با خوش برخوردی، با خوش اخلاقی با مخالفانتون به اصطلاح صحبت کنید، و بعضی وقتا هرچی اونا به شما فحش میدن شما بگید آقا چون ایرانی هستی، چون هموطن من هستی، فحشاتم برای من قشنگ و خوبه، اون وقت میبینی بر میگردن خودشون به شما میگن آقا ما شرمنده، خجل، چی میگم، خجالت زده. و اما تشکر از همشهری برای راهنمایی کامپیوتر انجام دادم، خیلی خیلی جالبه، اینجا نوشتم دکتر جیلانی، آقای لادن، حسن ارشاد. دکتر جیلانی حالشون خوب نبود، امیدوارم هر چه زودتر حالشون خوب بشه. آقای لادن گرفتار یه پروژه بزرگی هستن و یه برنامه‌ای که هفته آینده، شاید هم احتیاج به تبلیغ ما نداشته باشن، هفته آینده در فلوریدا هست، حالا دوشنبه، چهارشنبه، جمعه نشون میدن در فلوریدا، در اورلاندو دور هم جمع میشن، شما هم میتونید با قرار قبلی زنگ بزنید اگر هنوز جا بود برید اونجا. و میگه که سعید حبیب تاش میگه پهلوی کلن اهل فرار هستن، تا یکی دعوت بزنه اینا فرار میکنن، پدر بزرگ رو بیرون کردن، بابا فرار کرد، شک نکنید آقا رضا هم فرار میکنه. آقا سعید، برنامه آقای احمد علی مسعود انصاری رو شما نگاه کن، ایشون توضیح میده، میگه وقتی که اون شاه حسن در مراکش و این عربای عربستان سعودی پول دادن و برنامه گذاشتن و اویسی و حتی صدام حسین گفتن که آقای شازده چون شما یک کاخی در کیش داری، شما میدونستید ولیعهد در کیش کاخ داشته، چون یک کاخی در کیش داری بهتره که ما بریم کیش، از اون ور به اصطلاح اونجا مستقر بشیم، حمله کنیم به ایران و فلان اینا. اولین سوالی که میکنه رضا پهلوی میگه اگه برنامه، میدونید پلن، میگن این پلن A، اگر پلن A انجام نشد پلن B برای فرار چیه؟ که میگه خیلی ها توی اون مهمونی مسخره کردن، گفتن کسی که از اول این که بخواد بره جنگ به فکر فراره حتما بازنده میشه. ولی یادتون باشه اونایی که کاراته انجام دادن میدونید که یکی از چیزای کاراته میگه سعی کنید درگیر نشین، اصلا refrain from violent behavior، میگه فرار کنید از درگیر شدن. شما فکر نکنید فرار بعضی وقتا از سیاست میاد. من مثلا اگر شما 10 نفر باشی حمله بخوای بکنی به من، بهترین کار فراره، دومین کار اینه که بگم آقا حالا که نمیتونم فرار کنم پشت سر دیواره، حالا صبر کنید من یه چای براتون درست کنم و ممکنه چایی رو مسموم کنم. پس شما خیلی هم ایراد نگیرید که این پهلوی ها فرار کردن. شما مگر جای شاه جوونی بودی که نه تجربه‌ای داشته، این بدبخت دیپلم هم نداشته، این بدبخت توی ارتش هم دوره‌ای ندیده، حالا درسته مثل درخت کریسمس از اینجا به اینجا، میدونی آمریکایی‌ها بهش میگفتن درخت کریسمس، درخت کریسمس به خودش منگوله و زنگوله آویزون میکرد، ولی آدم ترسویی بوده. شما چه کار میکردی اگه جای اون بودی؟ تازه باید اون فاکتور یا اون درصد ترس رو هم تو جدول بذارید دیگه. شما اگر میخواستی وایسی، ولی اگه 50% ترسو باشی میشه نصف میخوای وایسی نصف میخوای وایسی. در صورت گذشت و رفت و امروز من شما اینجا هستیم. میگه ما از قزوین به بالا رو میگفتیم رشت. و اما آقای خانم رایا یا رویا، رایا صادقی
میگه ایران ما با این همه دشواری فقط نیاز به یک جامعه مستحکم غیر طبقاتی و شورای خانو فقط این که شد همه چی. بله، تقسیم مساوی ثروت و برابری انسان‌ها در حقوق اجتماعی، ملیت‌ها و اقوام باید بدون تبعیض زندگی و جوک‌ها و تمسخر باید تمام شود. اسلام و نظام مذهبی کاملا ساقط است و آزادی کامل و مطلق و برای مردم به دستور آمریکا رفت. آقای خورسندی میگه به دستور آمریکا رفت شاه. خب همون ترسو بودنه. اگه کسی ترسو نباشه، خودش مرد عمل باشه، نمیره از نمیدونم فلانی سوال کنه من چه کار کنم. و این چیزی که شما میگی خانم صادقی گرامی، خب این رویاست، آرزوه و آرزو بر جوانان عیب نیست. امیدوارم یه همچین جامعه ای، ولی مثل کجا؟ مثل کدوم کشور؟ شما کجا زندگی میکنی که همچین چیزی باشه؟ یه جامعه بی طبقه توحیدی، حالا توحیدی هم تو سرشون بخوره، چون تا بگی توحیدی یعنی خدا میاد تقسیم میکنه و فلان اینا. کجا هست که اینجوری باشه، مساوات برقرار باشه، با پول و بی پول یه نوع به اصطلاح خدمت بتونن بگیرن؟ و همیشه اونی که پول داره وسایلش بهتره، رفاهش بهتره، آسایشش بیشتره، خوراکش سالمتره، زمستون جاش گرمتره، تابستون جاش سردتره، اون بدبخت هم زمستون داره میلرزه، تابستون هم از گرما داره میلرزه، لرزشش از دیوانگی میشه دیگه، اصلا جنون پیدا میکنه. در هر صورت هیچ اشکالی نداره. منم امیدم اینه که به غیر از اینکه انسانهای خوب مثل شما، به غیر از اینکه انسانهای بدم حتی نه در ایران در جهان همشون موفق باشن و ازشون خوب باشه، حتی اگر در کرات دیگه موجوداتی هست همه خوب باشن، ولی آیا شدنیه؟ اون چجوری چه باید کرد رو شما فراموش نکن. روز روزگارتون خوش. تلویزیون مردم به دیگران معرفی کنید. شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید، بیان گلدوزی یاد بدین، بیان خیاطی یاد بدین، بیان درس سیاسی بگین، بیان رقص یاد بدین، بیان موزیک یاد بدین، بیان آشپزی یاد بدین، بیان حملات نظامی، حملات نظامی و ارتش و دفاع از خود و اینا رو میتونید یاد بدین. ولی همچین که گفتی آقا برو بمب بساز بزن به فلان، اونجا من نمیذارم، برای که طبق قانون آمریکا و کانادا و دو تا FCC شما بر علیه یک کشوری که اسمش تو سازمان ملل هست نمیتونی بیای بگی من میخوام برم بریزم فلان. و میبینید که متاسفانه افرادی هستن حتی راه میافتن همراه رضا پهلوی، ما میخوام بریم خامنه ای رو ببریم دادگاه لاهه. اینا اینقدر احمقن که اصلا نمیدونن دادگاه لاهه دادگاه شخصی نیست. ولی چه باید کرد؟ حماقت حد و مرزی نداره. اینم از این. روز روزگارتون خوش. رقص خوبه، خب بیاین دیگه یاد بدین. راست دوستان ممنونم. من باور دارم رقص و نمایش و اینها مال موقعی بوده که بشر نمیتونسته با گفتن با نوشتن ارتباط برقرار کنه و به همین دلیل هست که هنوز هم جانوران مثلا اون مرغه که میخواد چیز کنه صدا در میاره، اینجاشو باد میندازه که به اون زنه مرغه بگی من بزرگم، اون یکی رنگاشو طاووس اینجوری باز میکنه. و متاسفانه ما انسانها هنوز هم دست به دامن رقص هستیم. نشون میده ما نتونستیم از طریق صحبت یا از طریق نوشتن کامیونیکیت کنیم با دیگران، ارتباط برقرار کنیم. حالا بله یه نفر از شیراز پیدا شده، این استثناء است که میتونه 2 ساعت با شما حرف بزنه و شما هم 2 ساعت بشینی. بعضی هاتون شنیدم میگی دستشویی هم نرفتم، سر به خدا خفت کنی، کی میخوای تموم کنی تا من برم یه چای بخورم یک دستشویی برم. شب و روزتون خوش. خیلی ممنون که با ما بودید. روز روزگار بر شما خوش. به امید فردایی بهتر و دنیایی اصلا روشنتر و شادتر. مرسی.